بینندگان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز چهارشنبه است، چهارم اردیبهشت 1398 و برابر است با 24 آپریل 2019 میلادی. ساعت 12:53 بعد از ظهر به وقت نیویورک شرق آمریکا، واشنگتن پایتخت آمریکا. و امروز مجبور شدیم که با شما باشیم زودتر، چون بعد ممکن بود برنامه نداشته باشیم. دلیلش هم این بود که ما یک کاری گرفتیم و اینا به ما گفتن که این کاره هیچ کاری نداره، شما میشینی و منتظر ما میمونی. امان از این انتظار، خیلی بده. با وجود که بهت پول میدن شما نشستی و هیچ کاری هم انجام نمیدی. اینجا بهش میگن آن کال. نمیدونم تو ایرانی ما داشتیم هم چیزی وایسا اینجا منتظر. یه دوستی داشتیم توی آلمان به نام یعقوب و این میگفت آقا سوربی، ما رفتیم ایران، ما رو گرفتن. گفتم مگه شما کاغذات درست نبود؟ گفت چرا، کاغذام درست بود، گویا خودم درست نبودم. گفتم چی شد؟ گفت به من گفتن آقا یعقوب شما وایسا این بغل. گفتم چیه؟ گفتن شما ویزای وایسا بغل داری. خلاصه یکم اذیتش کرده بودن. درود بر آقای نیساری عزیز، سلام به شما. آقای نیساری، دیدید اون ویدیو گفتگوی شاه؟ یکی از دوستان نوشته بود که با وجودی که حرفایی که زده بود درست بود، ولی با هر خبرنگاری شاه نباید مصاحبه میکرد، اونم به زبون انگلیسی. شما نگاه کنید، این خامنه‌ای فزه با هیچ که مصاحبه نمیکنه. شما وقتی با هیچ که مصاحبه نکنی، بند و آب نمیدی. اون آقای تیمور متوجه نیست، شماها به عشقی که به شاه دارید متوجه نمیشید که درست کارایی رو که همین ولایت فقیه، این ولایت فقیه اینا خیلی حرفای درست زدن، ولی قرار نیست شما حرفای درست رو در سیاست بزنی. بهش میگن politically incorrect یا politically correct. اینا رو باید رعایت کنی، باید سیاست مدار باشی. آقای شاه مگه وزیر نفت نداشت؟ اونم مثل ترامپ خاک بر سر بود که هنوز وزیراش وزیر نیستن، اونایی هم که وزیر هستن وزیر هستن. آقا یه کمی شماها خودتون سوال کنید از اون رژیم که ماها مجبور نشیم بیاییم بذاریم جلوتون. بعد یه زنیکه اومده فوش میگم آخه خره اولا، ای کاش که شاه به تو هم خوابیده بود، تو هم ایدز میگرفتی. شما 57 سال به مردم فوش دادید، مردم با کیپا و تکونی کردنتون بیرون در به در شدین، چرا یاد نمیگیرین؟ بیاین بگین اشتباه کرد، چیزی بلد نبود، فکر کرد همه چیز رو میدونه. از زمین و زمان حرف میزد، نظر میداد به کشورهای دیگه، میگفت حالا شما با بیان از ما تقلید کنین. برید نگاه کنید اون مصاحبه‌ای که با هویدا و چیز کرده. میگه البته خیلی ها هستن به ما گفتن شما چجوری این راه رو به این سرعت رفتی. بله، شما ماشینی بده دست یه بچه‌ای که وارد نیست ببین با چه سرعتی میره، ماشینی که ترمز نداشته باشه ببین با چه سرعتی میره. در هر صورت نمیدونم والا. سلام، عجب تیپ عالی. نه آقا، این تیپ عالی چیه؟ این یه مثل زیر پیرنی میگیم بهش، یه تیشرتی پوشیدیم چون اینجا هوا خیلی گرم شد این دو روز گذشته. بعد منتظرم اگر فوری یه کاغذ بنویسن بذارن اینجا یا برای من تکس کنن که آقا بیا بریم، باید برم. بهش میگن آن کال. مثلا کسی که میره اورژانس شب کشیکه، این حقیقتاً آن کاله. آتش نشانی موقعی که میرن سر کار همشون آن کالن. ممکنه بره سر کار هیچ اتفاقی نیفته که هممون خوشحال میشیم، ولی این اونجا هست داره کار میکنه منتظره. منم امروز اینجوریه و اتفاقا دوشنبه به شما دوستان گفتم ممکنه نتونم برنامه اجرا کنم، پنجشنبه به جاش اجرا میکنم، ولی فعلا هستیم. گفتیم چون هستیم بیاین با شما صحبت کنم. گفتم فکر نکنید شما به ما معتادید، ما هم به شما معتاد شدیم. یعنی ما هم از زور که میشه میگیم چی شد، کجا هستن این دوستان؟ میگه ای بابا هنوز که دو نشده. در هر صورت ببینیم که امروز چه خبر هست. اون ماجراهای ترامپ همچنان ادامه داره.
و ترامپی که به دیگران بارها گفته چرا مالیاتشون رو نشون نمیدن، چرا گلف بازی میکنن، همه چیزایی رو که برای دیگران گفت امروز خودش داره عمل میکنه و واقعا خجالت آوره که بعضیا اینو نادیده میگیرن و میذارن این مردک هر کاری دلش میخواد انجام بده. و اما اون مردک رو رها کنیم بیایم اینجا. آقای چمنارا یک ویدیویی فرستاده که ما روی مردم تیوی هم گذاشتیم و میگه که سلیقش خوبه یا ساقیش خوبه. ساقیش خوبه نمیدونم، ما که اینجا فعلا ساقی نداریم. اتفاقا دیدم این آقای اردوان روزبه نوشته بود که یکی بهم گفته آقا دم صبح بریم یه پیک بزنیم، گفتم آقا صبح؟ بله قربان، این فیلم کانال 7 یا 9 این دوتا خانومه رو نگاه که یکش 70 خورده سالشه، یکیش هم 40-50 سالشه، میان صبح میشینن لیوانای شراب سفید به این بزرگی میخورن. نمیدونم، ولی من معمولا عادت ایران و عادت آلمان و اینها، البته آلمان قربونش برم که با این آقای بختیاری از صبح میخوردیم چون آبش بد بود، به جاش آب جو میخوردیم. در هر صورت ایرانی ها عادت داشتن بعد از 5 و 6 دوستان از سر کار می اومدن و اینها و می رفتن دور هم جمع می شدن و به اصطلاح دمی به خمره می زدن یا دمی به خمره می زدن و شنگول می شد. در هر صورت آقای چمنارا یک ویدیو فرستادن، اسم این ویدیو هم تیترش اینه، گذاشتم روی مردم تیوی، روی بالاترین، روی توییتر، که خران چموش حاکم ملتی را بدبخت می کنند و می خورند و می برند و در بانک های خارج می گذارند. اینایی که شما دارین میگید زمان حال یا آینده است؟ چون میشه به زمان گذشتم مربوطش بدی، 40 سال گذشتم این خران چموش حاکم مردم را بدبخت کردند و خوردند و بردند و در بانک های خارج هم گذاشتند. و یکم هم از اون بعد بری عقب‌تر، چرا آقای رهبر میشه عکس بفرستین؟ برید تو قسمت پیام خصوصی، یعنی رو همین جایی که من هستم اون قسمت مسیج پیام خصوصی بفرستید، اونجا میشه با هم صحبت کنیم با عکس. میگن یک عکس گویاتر از 1000 کلمه است. و اما خران چموش حاکم ملتی را بدبخت میکنن، میخورند و میبرند و در بانک های خارج میگذارند. بهتون بارها گفتم یکی از مشخصات دیکتاتور اینه، خودش به همه دنیا میگه من بهترینم، بهترین کشور رو دارم، ولی اولین کسی که به این کشور اعتماد نداره خودش و خانوادشه. نگاه کنید تمام دیکتاتور از صدام گرفته، از شاه گرفته، از این آخوندها گرفته، همه اینها چون آویزون هستن به خارج، دیدم آقای نگهبان نوشته بود آقای سوربی چگونه شاه میتونسته نوکر باشه و مردم بر علیهش قیام کنن. گفتم آقا دلیل نوکر بودنش همین که مردم بر علیهش قیام کردن، چون برای مردم کار نمیکرد دیگه، دلیلش همین که هم چیز گفته بود، نیکسون گفته بود که شاه اینجوری اینا. البته اون به خاطر این بود که 2 میلیون دلار تو کشوری که تا 2-3 سال پیش شما اگه 2000 دلار میدادی به یکی مأمور میمد سراغت، آقای شاه و داردستش 2 میلیون دادن به نیکسون، نیکسون فاسدی که مجبور شد استعفا بده و بره. شما ببین آخر شما سر پیازی، تای پیازی که دخالت میکنی در انتخابات آمریکا، اینا همینه، چون به ملتشون اطمینان ندارن، چون به کشورشون باور ندارن، چون به سیستم بانکیشون مطمئن نیستن، پولو میذارن یه جای دیگه، اونا هم بهشون پیشنهاد میکنن پوله رو به اسم خودت نذاری یا مردم میفهمن. میگه چیکار کنم؟ میگه بذار به اسم ABCXYZ. میگه باشه. میگه کلیدش دست کی بدم؟ میگه دست من. بعدم اون میمیره، کلید دست اینه، اسم دست اینه، هیچ کم نمیفهمه این پولا رو کی خورد و کی برد و کجا رفت. اگه میفهمیدین شاه چند پول داشت، چند کی کجا خوردن تا حالا، کجا بردن. میاد آقا رضا پهلوی یک کاغذ به شما نشون بده که آقا من 20 سالم پیش شد بهم گفتن اینقدر پول داری، این پول کجاست، این پول فلان اینا. بچهای صدام اومدن به مردم کاغذ نشون بدن، بچهای این قذافی اومدن به مردم نشون بدن، نه میخورن و میبرن یا علی مدد.
میگه که جناب سوربی روز به روز و حتی از من هم خوشتیپ در داری میشی. این آقای مجید افراخته میگه. خیلی ممنون جان آقا، به قول مشهدی ها بگو اینقدر این لس آنجلس نشین ها نگن رژیم هر روز ریزش میکنه و نیاز به یک جرقه داره که کارش تموم بشه. اگر این فسیل های پیروپاتال تو آینه نگاهی به خود بکنن حتما خجالت خواهند کشید که 40 سال دارن میگن یک جرقه. آقای زمانیان هم از ایران میگه قذافی که محافظانش هم زن بودن هم خارجی. اون که دیگه اصلا مردی که با اون شکل و قیافش، ولی برید عکسای جوونیش رو وقتی تو ارتش یه افسری بوده و اینها ببینید چه آدمی بوده، زیب و یعنی هنسام، هنسام یعنی خوشتیب، چون به مردا اون وقتا نمیشد بگی زیبا. بمانه ممنون و متشکرم. این آقای طهمورث زمانی گاهی وقتا لطف میکنه، اونایی رو که به ما حمله میکنن ایشون جوابشون میده. من به نوبه خودم از ایشون تشکر میکنم، نوشته هاش خیلی قشنگه و اگه لینک فیسبوکش هم بذاره اینجا هیچ اشکالی نداره. خب بله این هم آف، ببخشید the lowest I can when on shipping I have to buy and buy already. OK نمیدونم. خب دوستان عزیز بریم سراغ این نامه هایی که براتون گذاشتم و اون ویدیوی آقای چمنارا هم روی مردم تیوی هست میبینید، روی بالاترین هست میبینید، روی توییتر هست میبینید و یا ما و ما یه ایمیل لیستی هم داریم، بیش از 3000 نفر در لیستمون هستن ولی برای همشون یک دفعه نمیتونیم بفرستیم و بعضی وقتا سعی میکنم به اصطلاح ویدیوهای ایشون رو برای ایمیل لیستمونم بفرستم. البته من باور دارم کسانی که با ما از طریق ایمیل لیست در تماس بودن این روزها دیگه از طریق همین فیسبوک یا توییتر با ما هستن و کاری دوباره است، ولی ایشون چون میگه این کار انجام بده و ما هم وظیفمون هست که انجام بدیم. چرا؟ برای که بابتش یه مخارجی رو، یه هزینه‌ای رو پرداخت میکنه. بنده به ایشون اگه خدمت میکنم اونجا یکی مثلا ایشون میگه اینو اینو این، من 4 تا براش انجام میدم به جای اینو اینو این که میشه 3 تا. میگم اوکی شما گفتی ایمیل بالاترین، فیسبوک، من توییترم، این میشه خدمت، ولی اون 3 تای اولیش وظیفه است. ما هنوز وظیفه خدمت مسئولیت رو نمیدونیم، میخوایم بشینیم راجع به دنیا حرف بزنیم، میخوایم نمیدونیم. خب این هم از این و بریم سراغ نوشته ها و ویدیوهایی رو که برای شما گذاشتم. بعد امروز چون چهارشنبه هست برنامه گفتار عقل بشر رو هم داریم. تحریم نفتی ایران، تهدید خامنه‌ای و اعلام آمادگی مشروط روحانی برای مذاکره. میدونید که بارها ترامپ گفته ما برای مذاکره شرط قبول نمی کنیم، نمیگیم به این شرط به اون شرط. به همین خاطر هم دیدید به نورد کوریا یعنی کره شمالی به جایی نرسیدن، با ایران به جایی نرسیدن، شرایط بدتر از قبله که ترامپ آمده سر کار. ترامپ گفت من با همه حرف میزنم، اصلا دنیا رو درست میکنم، من منجی بشریتم، مرده که منجی خانوادش هم نمیتونه باشه. فکر کنم خانوادش هر شب بهش میگن این چه کاری بود که ما رو انداختی توی این دیگه آب جوش. بمانه روز چهارشنبه در همان حالی که روحانی از آمادگی ایران برای مذاکره مشروط با آمریکا سخن میگفت، سید علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در ادامه صادرات، ببینیم اینجا چی نوشته، بله در اداره سام، اینم بده یه پاراگراف اصلیشو نمی‌نویسه، نصفشو می‌نویسه، وقتی می‌خونی میره اونجا باید بزنی بری read more یعنی بیشتر بخونی. بله ترامپ نفت ایران را به بهانه اینکه گران نشود تحریم نکرد. الان ماجرای نفت میگن یه به جای رسیده که آمریکا حرف اول رو میزنه، دیگه حتی احتیاج به عربستان سعودی هم نداره، ولی بعضی ها گفتن دروغ میگه،
احتیاج داره، ولی چون با عربستان سعودی سرشون توی یک آخره، نه آبشخور، آبشخور اوکیه، ولی توی آخر یعنی دوتا اولاغ سرشون میکنن توی جایی که اولاغ چی میخوره، اون هیچی نمیگه. وقتی این میگه ما احتیاج نداریم، میگه اب نداره، هیچی نمیگه، که اونم براش مهم نیست قیمت نفت ارزون تر باشه. و خلاصه روزگار غریبی است نازنین. حسن روحانی که روز چهارشنبه در نشست هیئت دولت سخن میگفت، با بیان اینکه آمریکایی‌ها از روز دوشنبه تبلیغات جدیدی را برای فشار بر ملت ایران آغاز کردند، در مورد شرایط ایران برای آغاز مذاکره با آمریکا گفت: ما همواره مرد مذاکره و دیپلماسی بودیم. ببینید این منتالیتی، یعنی طرز فکر اینا اینه که هنوز نمیتونه مثل آدم بگه ما همیشه آماده مذاکره هستیم. وقتی میگه ما مرد مذاکره بودیم، همین نشون میده اینا هم خودشون رو از خانم ها بالاتر میدونن. و اما آقای رهبر میگه سادات عاشق چشم ابروی شاه نبود، ایران به مصر 3 میلیارد دلار داد. خود سادات این را در ویدیوی اذعان کرد. در ضمن میلیاردها دلار هم به اسرائیل، فرانسه، سوئد، انگلستان شده بود. حاتم طایی بخشش میکرد. میلیون دلار هم به پادشاه مخلوق یونان، افغانستان، یوگسلاوی و مستمری میداد. مثل این حکومت ملایان که به عربها و آفریقاییان میدن، گردانندگان حکومت ملایان فرزندان خلف خدایگان شاهنشاه آریامهرن. آقا مصطفی شما کاملا درست میگی. این آقای شاه و این ملاها از بچگی عادت کردن به دادن. شما نگاه کن، ایشون رفت سوئیس با دوست پسرش برگشت. آخوندا میرن حوزه علمیه قم، اونجا یاد میگیرن چیکار کنن، به هم بدن، به هم بگیرن، روز مبادا به دردشون میخوره. پس این دادن، گفت پدر و یا مادرش خانی کرم بود، بداد از چپ و راست. اینا خیلی ناراحت نباشید. و اما تبلیغات گفت ما مرد صحبت هستیم و اینا، همانطوری که مرد جنگ و دفاع هستیم، مذاکره در صورتی میسر است. یک بیبی خاک بر سر، دختر 19 سالش، 3 ماه آموزشش دادن تو ارتش، حالا رفته نشسته لاس وگاس تو یکی از همین کانکس، میگین شما کانتینرهای سی کانتینر اینجا میگن، چون اینا رو تو کارهای دریایی و کشتی ها استفاده میکنن، کولر و فلان و اینها، سر تا سرش تلویزیون، نشسته اونجا. یه چیزی هم مثل این بازی بچه ها دیدید مال ایکس باکس و اینا، بهش میگن جویستیک. حالا این جوی که یعنی لذت آور، استیک هم یعنی چوب دیگه، من نمیدونم چرا به این میگن جویستیک. لابد تکونش که میدی خوشت میاد. بله، نشسته از اونجا. مرد جنگ هم نیست آقای روحانی بیچاره، تو که دکتری، تو که میگن انگلستان درس خوندی، از اونجا اینجوری میکنه، تق میاد میزنه تو سر افغانیای بیچاره، 70 تاشونو میکشه. بعد میگن چرا؟ میگه من فکر کردم اینا دوره هم جمع شدن. یه خبری میگن خانم عروسی بوده، چراغا رو ندیدی؟ کسی که میخواد یه کاری کنه که اینقدر چراغمونی نمیکنه. بعد میگه اوپس، یه چند تا گوساله و بز میدن به اون بدبختا، اونجا تموم میشه. خب مادرش خان کرم بود، بداد از پس و پیش. ما رو خواستیم مؤدب باشیم تو برنامه، آقای رهبر اذیت نکن. وقتی میگیم از چپ و راست دیگه دوستان میدونن. 32 نفر در عربستان گردن زدن، ولی اپوزیسیون ایران ساکتن. اپوزیسیون کی آقا؟ اپوزیسیون شما به من بگو، اپوزیسیون ایرانو کی قبول داری؟ اینا قمپوزیسیون هست، اینا قمپوز در میکنن. این ترامپ که اگر عربستان سر نیمی از مردمش رو هم بزنه، این مردک چیزی نخواهد گفت. اتفاقا درباره پاسدارا که گذاشتنشون تو لیست، اگه این آقای وحید سعیدی دوباره به تریش قباش بر نمیخوره، آقای سعیدی، اینا یک کتگوری دارن، میذارن توی این کتگوری، بعد میگن این تروریست هست، این تروریست نیست. میگن سپاه پاسداران توی کتگوری اینها نمیشه باشه. اگه اینجوری باشه، این دوستای بن سلمان میشه باید اینا تروریست باشن. ولی اینجوریه. حالا الحمدلله همتون خوشحالید دیگه، خب برید بزنید دیگه، من نمیدونم چه مرگتونه. آقا اون گذاشت تو لیست، شما هم که آماده، مرد جنگی پشت کامپیوتر فرش خارماده، برید بگیرید بزنید، سهمتونم بگیرید. سهم من برای آقای وحید سعیدی چی بگم؟
آقا من سهمی نخواستم، ما نه دوره شاه سهمی داشتیم، به قول آقای نیساری والا به ما یک خوراک مجانی هم ندادن تو مدرسه، نه دوره شاه سهمی داشتیم از ایران، نه دوره این شیخ سهمی داشتیم، به غیر از بدبختی و بیچارگی و فقر. حالا شما برید بگیرید، باز از شما هم ما نمیخوام دیگه، از این بهتر؟ آقا مهرمون آزاد، مهرمون آزاد، مهریمون آزاد، چی میگن؟ جونم آزاد، مهریم حلال. برید آقا برای خودتون زندگی کنید، خوش باشید. به فقیران زر و مال و به یتیمان دل و جان. خیلی قشنگ گفتی، آفرین. میگه آقا من مؤدب نیستم. آقا یادم رفت گفتم شما از اون رهبرای شیراز نبودید که گاراژ صمیمی و گاراژ رهبر و اینا هم داشتن؟ حالا سعید الحمدلله امروز نیستش که برنامه رو ببینه، ولی اگه بود فوری میگه آقا همه دنیا که شیرازی نیستن. میگفتیم بابا حالا تو چی کار داری، بذار شاد باشم. خب اینم از این، ما اینو بزنیم بره و بیایم اینجا. این خب این همین نشون میده که آخوندا سیاست دارن. من شما از اینجا میگیم نگاه کن دوگانگی، این میگه نه، اون میگه بله. اتفاقا این نشون میده اینا سیاست دارن، به قول معروف با دستشون پس میزنن، با پاشون پیش میکشن. روحانی میگه ما آماده مذاکره هستیم، خامنه‌ای میگه من از روز اول به شما گفتم اینا زورگوان و فلان اینا. یعنی شما در هر آن میتونی بگی آمریکا با ایران اینجور، آمریکا با ایران اونجور، یعنی دوتاشو گذاشتن برات که گولت بزنن. اینم از این. و بیایم ببینیم که خبر بعدی چی بود. رهبر کره شمالی برای دیدار با پوتین طبق سنت خانوادگی با قطار سفر کرد. قطارش هم که میدونید قطار مخصوص ضد گلوله است و بماند. یک شبکه تلویزیون روسیه در گزارشی به نقل از کیم جونگ اون اعلام کرد که بررسی وضعیت وضعیت شبه جزیره کره و مسائل مربوط به خلسلا، بله همه این ماجراها زیر سر روسیه است، شوروی است، شالا هرچی میخواین، شوروی عوض شد الان روسیه است، راش. بله این هم از پیش. آها به فقیران لب نان و لبنان و به یتیمان زر و مال. نه این که درست نبود، این درست نمیشه. بله سیاست ندارند، حرامزادگی دارند. خب حالا هر جور شما میخوای بگی بگو آقای اکبری، سیاست خودش یه نوع حرامزادگیه. چرا میرن تو مدرسه چند سال یاد میگیرن؟ شغلی که نیست که، آهن که نمیذارن تو کوره چکش بزنن، مکانیکی نیست که بره پایین زیر ماشین روغن عوض کنه، جوشکاری که نیست که، میرن حرامزادگی یاد بگیرن. البته خیلی هاشون حرامزاده هستن، میرن حرامزاده تر بشن. اصلا ممنون. حملات سریلانکا شمار قربانیان به 359 نفر رسید و یک بمب دیگر خونسا شد. نشون داد چند تا بمب خونسا کردن. خونسا کردن بمب هم به این صورته که با ربات، با این ماشینایی که میره نزدیکش میره، لابد یه چیزی اون منفجر میکنه، اگه یه مواد منفجری هم اونجا باشه اونم منفجر میشه و بیچاره مردم معمولی. و میگه که طبق معمول دیدین که هر وقت یه اتفاق میفته میگن ما اینو زیر نظر داشتیم، میدونستیم، به همون اخطار شده بود. حتی دوربین کلیسا این آقا رو نشون میده که با یک کوله پشتی میاد و از این در اولی نشون میده، در دومی نشون میده، در سومی میاد داخل جمعیت. و بعضیا میگن حتی اون فیلمی که خودش رو منفجر میکنه هم به اصطلاح هست. این هم از این ماجرا. و اما آقای تیمورخان عزیز، گلچین جان، ببین همون فیلم رو که من گذاشتم آقای آریانپور تماشا کرده، ببینید ایشون چی نوشته. نوشته سوربی گرامی عزیز، من اطمینان دارم که شما نیز به این مطلب بارها اشاره کرده اید. شاه و فره در سال 1356 آگاه بودند که شاه
مبتلا به بیماری سرطان است. چون در همان زمان آقای علم نیز به علت سرطان از کار برکنار شد و برای معالجه به سوئیس رفت. لذا همین مطلب باید شاه را آگاه می‌کرد که چیزی از عمرش باقی نمانده است. اگر او واقعا کشورش را دوست می‌توانست از طریق رادیو تلویزیون بیماری خود را به اطلاع ملتش برساند و از آنها بخواهد در این مدت کوتاهی که از عمر او باقی مانده است برای بقای عمر رژیم شاهنشاهی و کشورش با او همکاری کند. و با شناختی که من از ملت شریف ایران در آن زمان داشتم اطمینان دارم که اکثریت آنها جواب مثبت به او میدادند. حال سوال این است که چرا او چنین کاری را انجام نداد و ضمن پنهان کردن بیماریش دست از خود بزرگ بینی های خود بر نداشت. اگر یادتون باشد از همان سال 1356 دسته دسته ثروتمندان ایرانی که اطلاعی از بیماری شاه به دست آورده بودند املاک و دارایی های خود را فروخته و با اعضای خانواده خود از ایران خارج شدند. اگر ما ایرانی ها به آمار راستین علاقمند بودیم میبایستی پی میبردیم که اتفاقی در جریان است، ولی افسوس که اکثر ما جز دیدن نوک دماغمان قادر به دیدن چیزهایی کمی دورتر نبودیم و نیستیم و ضمناً از وقایع سیاسی جهان بیخبر بودیم و هستیم. خب چرا شاه مفلوک از وقایعی که در تبریز رخ داد درس نگرفت و به جای پنهان کردن آنچه در جریان بود به فکر نیفتاد که ترتیبی داده شود که به جستجوی عللی که باعث به وجود آمدن آن وقایع میشد یا شده بود میشود روانه شده و راه حل اصولی و منطقی نه فقط وعده توخالی به مردم دادند. یادمان باشد که تا آن زمان کسی صحبت خمینی و دنبال روی از او را نمی کرد. حالا ببینید تفاوت پاسخ چیه با اون آقا میاد میگه آقا شما چون با شاه دشمنی. میگم آقا یه روزی هم من مثل شما کمدان بودم، حتی بیشتر از شما که کمدانی نادان بودم. منم فکر میکردم این خانواده ایران دوستی هستن، شجاع هستن، بخشنده هستن. بعدن دیدم یه عده ترسو خسیس. امروز دیدم آقای رضا زرابی با افتخار نوشته 11 نامه از فرع پهلوی. بنده خدایی هم میذاره اونجا، احتمالا مادرشم مادر آقای رضا زرابی هم کیف میکنه. ولی از خودتون بپرسید، خب یه پیرزنی نشسته اینجا از بیکاری، حالا لابد شاید یه همکاری هم داره اون براتون مینویسه، تازه حالا خودش نوشته باشه. آقا این نامه ها چه فایده داره؟ شما این میخوای حقیقت فرع رو بفهمی، نامه 12 که براش میفرستی، عطر و ادکلان هم میفرستی که من ثابت کردم که اون عطری که شما فرستادی کار بیهودهی بوده، پول فرستادی، عطر فرستادی، پول پست دادی و شما هم قبول کردی، این بار ازش بنویس خانم فرع پهلوی. یک آقای اینجا هست ایرانیه، این خیلی برای خانواده شما زحمت کشیده، فعالیت کرده، الان مریض، احتیاج داره به 100 دلار. ببین دیگه جواب شما رو میدن نمیدن، با وجودی که رو پول خوابیدن غلط میزنن. نکنه آقا رضا زرابی، والله خودتو اذیت نکن، مردم رو هم گول نزن. شما دارید ناخواسته مردم رو فریب میدید، شما ناخواسته دارید تحریف تاریخ میکنید. این نبوده، اینها آدمای بخشنده ای نبودن، اینا یک مشت دزد و جدا و گداخ افتخار داره، یه مشتی آدم هیچی ندار رسیدن به همه چی، همه رو برداشت. خب گفت ما فروشنده نفت نیستیم، خودمان خریداریم، ما پتروشیمی در چند نقطه دنیا ایجاد میکنیم. شاه گفت با این دوستان نزدیک به دوستان دور احتیاج نداریم. شاه میخواست با رفتنش پسرش راحت سلطنت کنه. چرا گفتن فرع تیاره یا تپاره نمیدونه والا. اتفاقا میدانست، برای همین با شوروی دوست شد و به غرب گفت باید کمربندها را ببنده. نمیدونم، در صورت بالاخره این شد که میبینید. و اونایی که نمیدونن بدونن، باور کنن که این آخوندها
فرزندان چی میگن خلف شاه و فرعزاد. هیچ چیزی از این بالاتر، هیچ چیزی از این کمتر درست نیست. اینها فرزندان خلف شاه و فره هستن که اونها به نحو احسن اینها رو پرورش دادن، حقوق بهشون دادن، حتی از سربازی و از خدمت نظام و اینها معاف کردن و امروز اینا هم دارن میخورن و میبرن. یعنی حقیقتا این دنباله سلسله پهلویه. خب و اما میگه که این فیلم رو هم به شما نشون بدم یکم، که شاه صحبت میکنه و یه خانمی، اصلا این خانمه الان من یادم نیست کی بوده کی نبوده، مصاحبه تلویزیون سی بی سی کانادا با شاهنشاه آریامهر در سال 1975، یعنی 3 سال مونده به انقلاب. اینو من به شما اینجا نشون بدم دیگه. شاه موقع خب پیر بود اصلا. این شاه، حالا بهتون میگم، اگه یه آخوندی بره یه زن بگیره که نصف سن خودش باشه اما اون فوشش میدیم، ولی شاه 40 ساله بود که فره رو گرفت و 40 سالش بود. آقای چمن آرا، من درباره ویدیوی شما پلاک کردم، پروموت کردم و به دوستان هم گفتم که ویدیو شما روی فیسبوک مردم تیوی هست تماشا کنن، روی فیسبوک خودتون هست، روی بالاترین هست، روی توییتر هست و امروز هم وقتی که به هم فرصت داده بشه اون ایمیل لیست، اینجا میگن مس ایمیل، یعنی ایمیل لیست دست جمعی، برای اون دوستان هم میفرستم. آقای چمنارا مینویسن اینجا که بله، نطق شاه شاید آخرین نطقش به زبان فارسی، وصیت‌نامه شاهنشاه آریامهر فقید در اول آذر 1352 را بفرمایید تیمسار آریانپور برایتون بفرستند. در تایید گفته‌های ایشان، شهبانو و تمام بزرگان ایران در آن روز جلو شاه ایستاده بودند. البته بعد گفتن شاه وصیت‌نامه نداره. بعد یکی از نزدیکان شاه آمد گفت که فره یه وصیت‌نامه دروغی درست کرده. اینو ببینید، این مصاحبه تلویزیون سی بی سی کانادا با شاهنشاه آریامهر در سال 1975، گفتگو کننده آدریان کلارکسون، بازگرداننده به پارسی بابک وزیری. بفرمایید. I've just returned from Iran and an encounter with possibly the most powerful single individual in the world today. I have only 2 arms. But the strength comes because what I represent to my people, if they like it or not. You can't keep on the way you were doing, because the old way was a little exaggerated. Do you think our inflation in the Western world is our own fault? Not mine, anyway, because it started well before we increased the price of oil. You built your progress and your affluence at our expense. So you can't say that we increased the price of oil all of a sudden, because for 20 and some odd years, maybe 24 years, we have just been terribly exploited in a very mean way. But weren't you a kind of partner to that exploitation when you signed the oil agreement of 1954, for instance? Well, we had no choice. What else? We were starving. And we had to start doing something to build the country. We had no choice. They dictated to us, they decreased the posted price of oil when all the price of commodities in the world were on the increase. And they were telling us, well, take it or leave it, and we had to take it. Now things have been put right, and the price of oil is still so low that you have not yet started to mine your coal mines and liquefy the coal and gasify the coal, or even go in a big way in the development of. این یه مقدار طولانی روی صفحه فیسبوک مردم تیوی هست، میتونید اونجا برید تماشا کنید. و این منو
یاد افرادی میندازه که میرن یه جایی کار میکنن، هفته اولی که میرن اصلا ما مثل داشتیم، طرف گاه آقا بچه مامانش رفت التماس کرد گذاشتش دم دکون ریختگری، هفته دوم اومد گفت مامان من دیگه برای این کار نمیکنم. گفت چرا؟ گفت که من دیگه استا شدم. گفت چی استا شدی؟ گفت کاری نمیکنه که یه قاشقی رو میزنه توی شن یا توی نمیدونم خاکستر هرچی قالب میزنه، این مذاب رو میرزه توش میشه قاشق. این مال موقعی بوده که قاشقای چدنی بوده. یا یکی دیگه رفت آهنگری، هفته دوم آمد گفت آقا آهنگری که کاری نداره، گردش میکنی میله، صافش میکنی بیله. هزار و یک به اصطلاح تکنیک و هزار و یک مکافات اون صاحب کار رو نمیدونه، یه دفعه قلدر میشن، یابو برشون میداره که من چرا برای این کار کنم، خودم کار میکنم. اولین روزی که میاد کار میکنه میبینه نه به این سادگی نیست. براتون بارها گفتم خب ما قبلا با به اصطلاح اینجا کاری انجام میدادیم که یه مقدار کامیونای بزرگ و اینها داشتیم و اینا از ساعت 38 دلار 40 دلار که الان که 70 80 دلار شاید 100 دلار باشه ما دیگه نیست بمان کار میکن. اولا حساب شما رو تمام دوستانتون دارن. یه دفعه یه دوستی من گفت سوربی لازم نیست بری بانک، اون وقتا اینترنت و اینا نبود، باید زنگ میزدی بانک آقا من چقدر پول دارم، میگو 1000 دلار حواست باشه مثلا 900 دلار بیشتر چک ندی. گفت آقا لازم نیست بری به بانک، به هر کدوم از دوستانت بگی اونا میدونن تو چند تو حساب داری. گفتیم چطوری؟ گفت آقا حساب میکنن. خود شما من همینجوری میریم یه فروشگاه میبینی آقا 10 تا مشتری وایساده، ما حالا با تو صف وایسیم تا دو تا نون مثلا لواش بخریم 5 دلار، 4 تا نون میدم 5 دلار. من میگم آقا عجب بیزینسی، از صبح تا شب اینجا اینجوریه. آقا از صبح تا شب اینجا اینجوری نیست، درست همون زمانی که تو میخوای بری چی بخری 4 نفر دیگه هم اومدن، باقیش این بنده خدا نشسته داره پول آب برق گاز چی میگن کارگر اینا رو میده. خلاصه حساب میکنن آقا چیکار کنی، بیا منو تام یه مغازه باز کن. باز میکنن، دوستیشون به هم میخوره، مغازهشون برشکست میشه، بیزینس اون یکی هم خراب میکنن، چون اولی که میان به اونم ضربه میزنن. بماند این شاه اونایی که میگن حرف درست زد، همچین هم حرف درستی نیست. آقا آمدن به شما قرارداد نشون میدن، میگن این قرارداد، شما میگی ما مجبور بودیم، هیچ اجباری نبود، دستتو نبسته بودن. شما میتونستی بیا به مردمت بگی که ببین ما این نفت میخوان با این قرارداد ما رو به بردگی بکشن، اجازه بدید در نفت رو ببندیم مردم بریم دنبال همون کشاورزی. ایران یک کشور کشاورزی بوده، میخوای صنعتی بشی دلت خوش شد رفتی زوباهن و اشتی آوردی اونجا آهن قرازا رو آب کنی، پیکان که میسازی مردم مسخرت کنن بگن این قطعی های روغن قوه. چی داشتیم چی داریم؟ اینقدر شما آقایی میگید ما هر جا میرفتیم، آقای مینوی میگی ما 90% دنیا که میرفتیم، آقا 90% دنیا کجا بوده؟ 4 تا کشور شما ها میرفتین، آلمان و اینها، اینم برای بعد از ایام ویناختن و کریسمس و اینها چیزاشون که هر راجه شما برید این بونجولا رو بخرید بیارین اینا، یا معامله کنید یه پول سفرتون در بیاد، یا برین یه بنز قرازه از اونجا تلک 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 راندی کنید بیارین ایران یه چند هزار یورو و مارک کنه میدونه اینا روش گیرتون بیاد. و الا ما هر جا میرفتیم ویزامون فلان بود، خب الان هم ویزای این عرب مربار خیلی جاها قبول دارن، آیا به خاطر آدم بودنشونه، آیا به خاطر فرهنگشونه، یا به خاطر پولشونه؟ گفت تا پول داری رفیقتم، رفیق بند کیفتم. بله داستان افزایش قیمت نفت، این را آقای مهندس چمنارا نوشتن، داستان افزایش قیمت نفت حقیقت آن است که بعد از کشف نفت در دریای شمال در سال 1970 انگلستان آن را طراحی کرد، تمام رهبران کشورهای نفتخیز این را به حساب خودشان میگذاشتند. آقای خورسندی هم میگه که سرشاخ شدن شاه با غرب و فقر اکثریت بی سواد ایران و خفه کردن روشن فکران و سانسور و ساواک و خود بزرگبینی باعث رفتنش شد. آقا قربونت برم، بعد این برنامه شما برو این دوست اون آقای تیمور گلچین رو پیدا کن تو فیسبوک،
ببین چی نوشته. هرچی میگیم آقا اینجور نبوده که شما میگید، اگه اینجوری بود اینا میفهمیدن بلد بودن، خب که به اینجا نمیرسید که. شما نمیتونی بگی من یه خونه ساختم همه چیش درسته، این مقاومه در مقابل زلزله، مقاومه در مقابل سیل فلان، اولین باری که میاد از همه جاش آب بیاد مثل آبکش. اینی که نمیتونی بگی. شما اینجوری میگید، میگید یک خونه ما ساخته بودیم چنان محکم بود، خب چنان محکم بود که باد انداختش که. بله بابا، بیشتر مردم زمان شاه وصله دار می پوشیدن. بله لباس وصله دار یه چون معمولی بود که به اصطلاح اصلا لباس رو رفو می کردن. نه بعض وقتا لباس ها که پاره می شد از نخ خودش رو اینا می بافت، یعنی درست می کردن رفو می کردن. خب اینم از این ماجرا. فیلم هم بهتون نشون دادیم و بریم یه کم دیگه سراغ خبرهایی که در وایس آف امریکا هست. نگاه کنید، شما فقط نگید این آخوندا دوگانگی و دو دستگی هست. روحانی میگه ما میخوایم صحبت کنیم با آمریکا، خامنه ای میگه به اینا نمیشه اطمینان کنیم. من این صفحه رو به شما نشون میدم. این آقا چند مدتی پیدا شده با یه سری افراد ایرانی تندرو مثل این دکتر حمزه پور دیوانه و چند تای دیگه که اینجا چند دلار پرچم خریدن، هی میرن دم این ساختمون دم اون ساختمون. اسم این آقا هست برایان هوک، آماده مذاکره با جمهوری اسلامی برای یک توافق جدید و بهتر به جای بریام است. ببینید نشته برایان هوک میگه آمریکا آماده، اینو دیروز گفته، آمریکا آماده مذاکره با جمهوری اسلامی. حالا شما اینو داشته باش، برگرد برو توی صفحه فیسبوک من با آقای پمپاو پوتیتو مصاحبه داشتن میکردن، طرف بهش گفته که شما مجاهدین رو حمایت میکنین، گفته این سوال بارها از ما شده، ما سازمان مجاهدین رو حمایت نمیکنیم. خب حالا من و شما چقدر ساده باشیم، اینا اگه حمایتم بکنن که میکنن، میان بگن به من و شما، بعضی سوالا رو نباید پرسی، بعضی سوالا رو با تو مغز خودتون به اصطلاح سوال کنید، جوابشم از شواهد و عوامر رو نمیدونم چی میگن، قرائن و فلان اینها معلومه. اینم از این. خب پس آمریکا دو دوزه بازی میکنه. اینجا یه مسئله هست، میگن طرف از دو طرف دهانش صحبت میکنه، یعنی از این بر به شما میگه نه، از اون بر میگه بله. تو ایرانی چی میگیم؟ همون دو دوزه بازی کردن. اینم همینجور، ایران هم همینجور. ولی این آقای برایان هوک کیه؟ چه قسمتی از آمریکا گفته ما آماده مذاکره هستیم؟ مگه ما وزیر امور خارجه نداریم؟ مگه این صحبت‌ها مربوط به وزارت امور خارجه نیست؟ پس ببینید اینجا تو آمریکا هم خر صاحبشو نمیشناسه. و اما در عربی مثالی هست، ایشون به عربی هم نوشته، و فردا که فردا از سوی نظر کننده زود فرا میرسد، فقط لباس ها و جا عوض خواهد شد و این در ایران هم خواهید دید. بذارید ببینم این همون ویدیویی که من فکر میکنم یا از این ویدیویی که چپن در قیچیه. بله میدونید که سودان شلوغ شده و حتی خونه رهبرش هم رفتن نگاه کردن، دیدن چه پولهای اونجا هست و اینها، که اتفاقا یه ویدیوی هم من دیدم از ایران، گویا از لواسان ایران و اونجا هم پول و دلار و این ها، یه خونه آتیش گرفته تو ایران، وقتی رفتن آتیش رو خاموش کنن اونا رو دیدن. حالا اینجا نگاه کنید، این وزیر بیچاره با وجودی که لباسش رو هم عوض کرده، لباس محلی پوشیده، ولی مردم شناختنش، ببینید که چه بلایی به سرش میاره. Yeah.
بله. حالا شما فکر میکنی این درسی میشه برای دیگران؟ نه، همه قذافی رو دیدن دیگه، با اون ابهت و نمیدونم بیار و ببر و علم تلم چی میگن بهش، چجوری زدنش مردم. مردم صدامو دیدن از سوراخ چجوری یه سرباز آمریکایی کشیدش بیرون. اینم از این ماجرا. بله، یکی از وزرای سودان در حال فرار شناسایی شد و به این روز افتاد. خب میدونید که اتفاق، من همیشه میخواستم این کتاب بهار الانوار بخونم، وقتی دیدم او 24 جلده و میگن وقتی اینو میذاری تو کتاب خونت 110 سانتیمتر این قطر 24 تا کتاب میشه. حالا این دوستمون از خلیج فارس، بله، میگن این ویدیویی که پولها آتش گرفته بود ایران نبود. خیلی ممنون، ممنونم که اینو گفتید. اینم متاسفانه همین ماجرای دسترسی ما به خبرها هست که خبرها رو یه نفر دروغ پخش میکنه، منم میام اینجا نقل قول میکنم، هر کیم بگه میگم آقا من نقل قول کردم. چجوری میشه بفهمیم درسته؟ بعدن پخشش کنیم، من تا امروز نفهمیدم. ایشون میگه سلام بر شما، در گفتاری کتاب بهار الانوار یا بهار الانوار را بدترین کتاب اسلام خواندم. همه آخوندها آن را مصدر قرار میدهند. پر از این چرتیات است. 24 جلد کتاب هنگام چیدن در کتابخانه 110 سانتیمتر جا میخواهد. خدا وکیلی این را بخوانید. میگه میرزا آقاخان کرمانی میگوید اگر یک جلد کتاب از 24 جلد کتاب بهار الانوار علامه مجلسی را در هر کشوری انتشار بدهند، دیگر امید نجات برای آن ملت کم است. حالا تصور کن هرگاه 24 جلد از این کتاب در میان ملتی منتشر شود. جای شکرش باقیه، احتمالاً دوستان دیگه هم مثل من از کتاب بیزار نخوندن اینو. اتفاقا من دیروز داشتم یه جایی یه کاری انجام میدادم، این کتابایی رو که پتیک فرستاده و اینها مجبور بودم جابجا کنم. گفتم به نظر میرسه که جریمه منی که کتاب کم میخونم این بود که حالا این همه کتابی که پتیک فرستاده، این همه کتابی که دوستان فرستادن، اینا همینجوری با زندگی من عجین شده و من خواسته ناخواسته نگاهی بهشون میندازم. ممنونم از پتیک عزیز، ممنونم از دوستان دیگه که اینجا در تلویزیون مردم هم قانونمون اینه که هر کسی کتابی نوشته باشه پست کنه به دست ما برسه، ما کتاب رو در برنامه نشون میدیم. کتابای آقای چمنارا را این کاری کردیم، کتاب دیگران انجام دادیم، نشون میدیم و بهش میگن پلاگ میکنه. حالا این پلاگ کردن نمیدونم چجوری تو ایرانی بشه توضیحش بدیم. بله، میگن هر خبری اخبار نیست، شایعه ها بیشتر در اینترنت جریان داره. بله، حمال بار دانش. آها، این بهار الانوار یعنی این دانش بار حمال، یا حمال بار دانش، نمیدونم در صورت. بله، بخونیم اینو با هم دیگه. میگه که میرزا آقاخان کرمانی میگوید این گفت که 24 تا داریم. حالا اینجوری محض ازدیاد بصیرت یکی از حدیث های مهم این بهار الانوار را من نقل میکنم که خود شما دریابید مشت نمونه خروار است. میگه علی علیه السلام در غزوه صفین قصد عبور از نهر فرات را داشت ولی معبرش معلوم نبود. به نصیر ابن حلال فرمود برود کنار فرات و از طرف من ماهی به نام کرکره یا کرکره را صدا کند یا کرکره را صدا کن و از او محل عبور را بپرس. نصیر اطاعت نمود و بر کنار رودخانه فرات آمد و فریاد برآورد که یا کرکره، بلفور 70,000 ماهی سر از آب بیرون آوردن، لبیک لبیک چه میگویی؟ نصیر جواب داد مولایم معبر فرات را میخواهد. 70,000 ماهی آواز برآوردن که ما همه کرکره نام داریم، بگو این
این شرف در حق کدام یک مرحمت شده است تا اطاعت کنی؟ نصیر برگشت و ماجرا را به عرض مولایش علی رساند، فرمود برو کرکره بن سرسره را بخوان. برگشت و ندا داد این بار 60,000 ماهی سر برآوردن که ما همه کرکره بن سرسره هستیم، این عنایت در حق کدام شده است؟ نصیر برگشت و پرسید، فرمودند برو کرکره بن سرسره بن قرقره را بخوان. نصیر بازگشت و چنین کرد، این بار 50,000 ماهی و ماجرای پیشین تکرار شد. برگشت و مولا گفت برو کرکره بن سرسره بن قرقره بن دردره را بخوان تا اینکه در دفعه هشتم که فریاد برآورد ای کرکره بن سرسره بن قرقره بن دردره بن جرجره بن عرعره بن مرمره بن فرفره، آن وقت ماهی بسیار بزرگی سر از آب برآورد و قاه قاه خندید که ای نصیر، به درستی که علی ابن علی طالب با تو مزاح فرموده است، زیرا او خودش همه راه‌های دریا و معبرها و دجله‌ها را از ماهیان بهتر می‌داند، ولی اینک به او بگو که معبر فرات آنجاست. نصیر برگشت و صورت حال را عرض کرد. حضرت فرمودند آری من به همه راه‌های آسمان و خب ببین تفاوت حضرت علی با شاه چیه؟ شاه هم فکر میکنن همه چیزو میدونه، اینا هم فکر میکنن همه چیزو میدونه. خب طرفداران حزب الله هم مثل شما دو دستی آویزون شدن به اینا، فکر میکنن اینا واقعا بددن، واقعا میدونن. بله بن کرکره و بن خرخره و بیا آقای مانی خورسندی اینقدر خندید که حالا خش نکنه بیافت رو زمین. آمریکایی‌ها دارن میگه rolling R O laughing on the floor یا یه چیزی اینجوری، یعنی میگن انقدر خندیدم که حالا افتادم رو زمین دارم غلط میخورم. نه اون LOL، نه laughing out loud، نه loud، نه شهادت میدهم. بله میگه حضرت فرمودن آری من به همه راه‌های آسمان و زمین آگاهم. پس نصیر سیه زد قش کرد و چون به هوش آمد فریاد برآورد شهادت میدهم که تو همان خدای واحد قهاری. و آنگاه حضرت فرمود چون نصیر کافر به خدا شده قتلش واجب است. ببینید درست همون حماقتایی که این دیکتاتورا میکنه. تا 2 دقیقه پیش یارش بوده، فرستادنش برو از ماهی قرقره و عرعره و خرخره اینو بپرس، حالا چون اومده گفته آقا اصلا شما خدا هستی، گفته حالا دیگه کافری خونت باید بریزم. اگه یکم دیگه شاه رو ول میکردن از این سایه خدا و خایه خدا به خود شاه میرسید و برمیگشت خودشون اعدام میکرد چون کافر شده. ای کاش شده بود. بله میگه که آقای رهبر میگه از سن 6 یا 7 سالگی اعتقاد و ایمان مداوم پیدا کردم که خدای بزرگ مرا پیوسته در کنف حمایت خود قرار داده و خواهد بود. کمی بعد از تاجگذاری پدرم دچار بیماری حسبه شدم. در طی این بیماری سخت آن دارید کتاب شاه رو میخونی، نکن دیگه این کارو. بله اینا رو خوندیم، مأموریت برای وطنم. شما همون کلمه مأموریت برای وطنم، این 3 تا کلمه اونا خیلی ها اصلا نفهمیدن یعنی چی. یکیش خود من نفهمیدم یعنی چی مأموریت برای وطنم. بعدن دوزاریم افتاد که این شاه کمدان فکر میکرده پیغمبر خدان، ماورای فیزیک، ماورای طبیعت با این سیارات و کائنات در تماس، میگه اونها به من مأموریت دادن. ترامپ میگه خدا باش صحبت میکنه، جورج بوش میگه خدا باش صحبت میکنه، همه اینهایی که شما میبینید. و بعدم تازه میرن چیکار میکنن؟ یه کاغذ مینویسن، هی اینجوریش میکننش تو سراغ خدا. یادتونه تو ایرانم یکی به برگ قرآنی چیزی پیدا میکرد، کاغذ مدرسه هم پیدا میکرد، سوال نداشت فکر کرد کاغذ قرآنه، میچپندش توی یه سوراخ این آجوریا، خونه‌های آجوری اون وقت، این دیوار ندبه. تمام رئیس جمهورای آمریکا از این 60-70 سالی که اسرائیل آمده، اگر
میخوان رئیس جمهور آمریکا باشن باید اول یک کاغذی فرستاده باشن توی سوراخ ندبه، برید عکساشون یکی یکی ببینید. بله، اینم آقای رهبر که حکایت میکنه از مأموریت برای وطنم صفحه 86 تا 90 که این مزخرفات رو شاه گفته. اون موقع شاه اینو میگفت، تلویزیون نبود، اینترنت نبود. الان یه آخوند احمقی میاد میگه این خامنه ای از فلان ننش که آمد بیرون گفت یا علی مدد، اینا رو پخش میکنی میگی آقا اینا عجب احمقایی هست. آقا شاه هم همین بود، تفاوتی نداره، اون تاج میذاشت سرش، اینا کنگوشادن سنگین تاج دستمال میپیچن، نمیدونم حوله میپیچن. خدایا من هم هر روز صحبت میکنم، من به حرفش گوش نمیدم، مزخرف میگه توی همین بهار الانوار است. اون بهار رو فکر کنم نباید با ه دو چشم بنویسید، باید با ه جیمی بنویسید. مزخرف میگه توی همین بهار. بله آقای صوربی عزیز، اینها فکر میکنن همه سوراخ ها شفا میده. این آقای رزاقی. خب آقای رزاقی بگو ببینیم آقا تو فرانسه این شلوغی های جلیق زردا با این ماجرای نوتردام، کلیسای نوتردام مثل که بدتر شد. اینا دیگه الان به پلیسا میگه خجالت بکشید برید خودکشی کنید، و دولت هم گفت اینا به مامورا میگن خودکشی کنید. بله بهار درست نوشتید، خیلی ممنون. حالا معنیش من اصلا نمیدونم یعنی چی بهار الانوار، اینجوری به عربی نمیدونم معنیش چی. بگذاریم. حدیثی در بهار انوار علامه مجلسی، معتبرترین و بزرگترین منبع فلان، میگه آنگاه شمشیر از غلاف کشید و گردنش را بزد. باورتون میشه؟ خردمند که این داستان بشنود به دانش گراید زدین بگسلد. ببینید این داستان ها رو که آدم میخونه میبینه میفهمه، میگه اصلا بیشتر میره به طرف دانش و به اصطلاح تحقیق و از دین جدا میشه. اجازه بدید که میگه جلیق زردها نیستن، اونها خرابکارن. بله این بهار دریا، بهار انوار میگن یعنی بحر دریا، یعنی ساحل دریا، یا بحر یعنی دریا، بحر یعنی دریا، انوار هم که لابد نوره. آیدانون اصلا ممنون و متشکرم که با ما هستید. دوستان بریم این صدای دوستمون رو از خلیج فارس بشنویم، یا قبلش یه ویدیو بهتون نشون بدم که همین حرفا هم امروز تکرار میشه. من ببینم این چه ویدیویه. آهانی هم مصاحبه شاه بوده، ایشون هم برای من فرستاده. میدونید یه ویدیو که میاد همون روز خیلی از دوستان به اصطلاح این ویدیو رو میگیرن، لطف میکنن برای دوستان دیگه هم میفرستن. اینه مایی که اینجا 20,000 تا دوست روی فیسبوک و ایمیل و روی فیسبوک شخصی داریم. حالا دیگه حساب کنید از هر ایمیلی، از هر نوشتهی، از هر خبری چند تا به دست ما میرسه. اجازه بدید که من اول عکس‌های 1 تا 42 ایشون رو آماده کنم و به شما هم نشون بدم که وقتی ایشون از قبل عکس‌ها رو فرستاده باشه و ما از قبل آماده کرده باشیم، یه چیزی اینجا داریم به این صورت، یه فولدر، یه پوشه. تو ایران یادتونه میگفتن کلاسور؟ کلاسور فکر کنم به زبان لاتین میشه یعنی همین پوشه یا همین فولدر. ببینید عکس ها دیگه الان به صورت زیپ نیست، از اینجا 1 شروع میشه تا اینجا 42، و دوست ما اونجا وقتی میگه عکس مثلا 24، من تا اینه میزنم باز میشه، مثل اون نیست که هی بریم تو زیپ هی برگردیم. و بله اجازه بدین، البته از این بهتره ما هنوز میتونیم انجام بدیم، اون اینه که این عکس ها رو با ویدیوی ایشون برداریم، یه ساعت دو ساعتی وقت بذاریم توی برنامه دیگه اینا رو میکس کنیم. امروز اون میکس شده رو به شما نشون بدیم. همش میرسه به وقت، وقتم تلاست، هیچ که ما تلا نمیده، هیچ که ما پول نمیده. آقا همه قربون و صدقه و به به و چهچه
اون احمقای کمدان و دشمنم فوش این وسط خیلی عجیبه ها. ما دوستامون حمایت نمی کنن، دشمنامون هم که خودشون تکلیفشون معلومه. بریم بشنویم ببینیم چی میشه. خب یک لحظه من این نوار ایشون رو باز کنم. عقل بشر قسمت شماره 98. سلام به یکایک شما. در گفتار پیش به جغرافیا و تاریخ سلطنت برونای آشنا شدی. به شناسایی این کشور شاهانه می ادامم. قبل از آغاز با بیان و اظهار صمیمیت ویژه از زحمت و همکاری آقای سربی که برای پخش گفتار به بهترین سبک ممکن و نمایش عکس‌ها بسیار زحمت می‌کشند دنیا سپاسگزارم. آقای سربی لطفاً عکس شماره 1 رو نشان دهید. سلطنت برونای یکی از کشورهای نفتخیز است. یافتن نفت در جزیره بویینیو در سال 1899 شروع شد. شیل 5 سال پس از کشف نفت در مالزی در سال 1913 فعالیت اکتشاف نفت را به برونای رساند. دیگر شرکت‌ها هم آنجا فعال بودند. ناامید شده و رفتند. شیل باقی ماند و ادامه داد. در سال 1924 نخستین کشف نفت به عمل آمد. شرکت نفت انگلیس مالایان وابسته به شیل تأسیس و مشغول به کشف و استخراج و صادر کردن نفت شد. در آغاز روزانه 15,000 بشکه نفت استخراج میکردن. لطفاً عکس شماره 2. همانطور که در نقشه دیدید بیشتر چاهای نفت در دریا هستند. اکتشاف نفت دریا در سال 1960 انجامید و در سال 1972 گاز در دریا کشف شد. با بالا رفتن نرخ نفت درآمد این کشور افزودید به بیش از 19 میلیارد دلار در سال رسید. اکنون و پس از پایین آمدن نرخ نفت درآمد سالیانه به 11.5 میلیارد دلار کاهشیده. آقای سربی لطفاً عکس شماره 3. این نمودار افزایش جمعیت را از سال 1911 قبل از دوران نفت تا سال 2003 نشان می‌دهد. ملاحظه فرمایید که افزایش جمعیت از سال 1960 همزمان با اکتشاف‌های نفت در دریا بالا رفته. نشان می‌دهد که پول و دست آوردهایش مانند بهبود بهداشت در این افزایش سهیم می‌باشد. علت دیگر افزایش جمعیت برونای تعداد خارجیان فعال در صنعت نفت و دیگر زمینه هاست. اکنون جمعیت مردم برونای و خارجیان در حدود 430,000 نفر است. لطفاً عکس شماره 4. در این نمودار شما موقعیت درآمد سرانه دنیا را می‌بینید. بالاترین قطر می‌باشد. سنگاپور که نفت و ذخایر زیرزمینی ندارد در مقام سوم و سلطنت نفت خیز و پر از گاز طبیعی برونای در مقام پنجم و قبل از آمریکا. نام رسمی برونای به زبان بومی نیاگرا، برونای دارالسلام به معنی سلطنت برونای دارالسلام می باشد. دارالسلام کلمه ایست عربی به معنی خانه آشتی و یا صرف. پایتخت 20,000 تن جمعیت دارد و نامش بندر سریباگوان است. کلمه بندر که به شهر روی ساحل دریا اشاره می کند فارسی است. در عربی معنیش دخالت کننده یا تاجر معدن و یا مرد ثروتمند می باشد. در عربی شاه بندر مقام و لقبی است که به رئیس بازرگانان می دهند. این کلمه از فارسی گرفته شده و یا مخلوط عربی فارسی می باشد. این شهر به حاشیه رفتن به این علت است تا به اطلاعی تا چه اندازه دو فرهنگ همسایه با هم قاطی می شوند. انزجار از همسایگان و یا طایفه و چیزی بدون علتی واقعی یکی از مسائل تزریق شده به بشعوری ارث رسیده و خارج از توان انسان است. زبان مردم برونای مالاوی و شکل گرفته از اختلاط زبان مالزی و اندونزی است. از سال 1959 زبان رسمی مقرر گشت. با این حال فقط 84% از جمعیت این زبان را در خانه می صحبتند. به اضافه بر انگلیسی
زبانهای مختلف در منطقه و میان مردم رایج است. 5% از جمعیت در میان خود با زبانهای دیگر می صحبتند. دور از پایتخت 5 زبان دیگر میان مردم مورد استفاده است. با گسترش و پیشرفت وسایل ارتباط جمعی این زبانها در حال افت و از میان رفتن هستند. از دست دادن چنین ارث فرهنگی خسارتی جبران ناپذیر است که در اغلب کشورهای دنیا اتفاق می افتد. لطفاً عکس شماره 5، عکس پادشاه برونای را می بینید. نامش حسنال معزالدین وعدالله و لقبش بلقیه و متولد 15 جولای 1946 است. لطفاً به نشانها و مدالهای آویزان شده به سینهش به نگاهی. در سن 21 سالگی و پس از کنارگیری پدر بر تخت سلطنت نشست. لطفاً عکس بعدی شماره 6، در این عکس پدر را میبینید. سلطان حاج عمر علی سعد الدین سوم، باز با نشان و مدال آویزه شده کریسمسی. شرکت اطلاعاتی بین المللی فوربس ثروت شخصی سلطان حسنان را به بیش از 20 میلیارد دلار برآورد کرد. در بررسی های دیگر مبلغ این ثروت به 40 میلیارد ادعا شده. ثروتمندترین دولتمند دنیاست. پولش در هر ثانیه 90 یورو افزوده می شود، یعنی در هر ساعت 324,000 یورو و در هر روز 7,776,000 یورو درآمد شخصی سلطان است. لطفاً عکس شماره 7، سلطان حسنال به شدت به مراسم و ظاهرسازی اهمیت می دهد. در این عکس باز مدال‌ها به سینه آویزان کرده و همینطور آجودانش. آقای سربی که شاه را درخت کریسمس می خوانند متاسفانه ندید بدید و کریسمس تری ندیده اند. قبلا گفتم برای هر کار و مقامی نیاز به 2 توان است، یکی توان مغزی و دیگری توان بدنی. با همزیستی با دیگران معیارهای محیط و خارج از تسلط انسان به عقل وارد می شود. هر کس به سوی مقام و پول می رود به تدریج و بدون تشخیص تغییر رفتار و گفتار و پندار می دهد. می شود مانند گذشتگان و همگامان این 2 عامل در سراسر دوران تاریخ انسان. ظاهرسازی جهت کسب معنوی و در گله نگه داشتن بره‌ها چنین چیزی را موجب شده. لطفاً عکس شماره 8، سلطان برونای 3 بار ازدواج کرده. نخستین مریم نام داشت و از فامیلش بود. او را طلاق داد و همسر دومی گرفت به نام صالحه. ملک صالحه 5 پسر و 6 دختر برای پادشاه زایید. ایشان در سمت چپ عکس در کنار دست راست سلطان می نشینند. ملک آزیناز در سمت راست عکس و طرف دست چپ سلطان می نشینند. همسر سوم در سال 2005 با سلطان ازدواج کرد و مادر نشده. از سلطان فقط 32 سال کوچکتر است. پول چه کارها که نمی کند. لطفاً عکس شماره 9، در مراسم رسمی برونای 2 ملکه با هم در 2 سوی سلطان می نشینند. لطفاً به تاج روی سر هر ملکه و چهره هایشان که از خود به مردم نشان می دهند خوب نگاه کنید. در مسافرت های رسمی خارج از کشور ملک صالحه پادشاه را می همراهد. لطفاً عکس شماره 10، در این عکس ملک صالحه در دست راست پادشاه و در کنارش دخترش دیده می شوند. کنجکاوی و بیماری چچچم می خواهد بداند کسانی که اینطور در برابر مردم در موقعیت تماشا قرار می گیرند در درون خود چه چیزهایی می تصورند یا خود را چگونه دیده و می شناسند. لطفاً عکس شماره 11، در این عکس ملکه آزیناز دست چپ سلطان نشسته. اجازه بدهید کمی حاشیه بروم. محمد رضا پهلوی هم 3 بار ازدواج کرد. ملک فوزیه را طلاق داد. آیا می توانست ملک ثریا را طلاق ندهد و با ملک فرح ازدواج کند؟ یعنی آیا می شد شاه و 2 ملکه را در چنین عکسی دید؟
ممکن بود. همینطور که معیارهای گوناگون و مختلف و متضاد همیشه به مغز ملت تزریق گشته اند، شاه که ثریا را دوست داشت میتوانست او را در کاخ کنار خود نگه دارد و فرح را مادر ولیعهد کند. ملکه ای زاییده و دیگری نازا و یا نزاییده مانند همین سلطان. پس از کمی اعتراض و یا مخالفت، ملت به دیدن دو با هم دو هوو با یکدیگر عادت میکرد. اگر در مناسبت‌های رسمی کنار هم نبودند، مردم پریشان و علت را جویا می‌شدند. با طرح نقشه برای تظاهر، شاه با دو همسر در یک جا نمایان می‌گشت و در برابر عموم دو ملکه ایران تاج بر سر برای بودن کنار یکدیگر هم اظهار شادی و خوشحالی و می‌لبخندیدند. خیلی از عادت‌های ملت که در آغاز مورد اعتراض بودند با گذشت زمان معمولی شدند، اما این کار عرضه و شجاعت و دور اندیشی بسیار می‌خواهد که همه مردها ندارند. پدرش داشت و کرد و محمد رضا از تقلید پدر و جسارتش محروم بود. اگر این کار را کرده بود، شاید سرنوشتش را در دست خود داشت و تاکنون بر سر کار بود. در مناسبت‌های خارج از کشور ثریا را با خود می‌برد و فرح بدون دانش و تجربه در همه چیز و سیاست دخالت نمی کرد و موجبات سقوطش را فراهم نمی نمود. لطفاً عکس 12-21 را به ترتیب نشان دهید. آن ساختمان سفید رنگ در میان درختان سبز و کنار رود کاخ سلطنتی و خانه پادشاه است. بزرگترین کاخ ساخته شده بر این کره در طی تاریخ بشریت است. دو سویش بر روی رودخانه می باشد. مساحت زمین آن 2,152,782 متر مربع است. ساختمان کاخ 1,788 اتاق و 257 حمام دارد. در عکس ها نخست در خارجی کاخ و سپس درون آن را میبینید. بزرگترین و پرتزیین ترین کاخ دنیا که طلا و جواهر در همه جایش به کار رفته. 650 لوح زرین که ارزش هر یک بیش از 1.5 میلیون یورو میباشد دیوارهای کاخ را تزیین کرده هست. در گاراژ هایش در یک وقت 110 ماشین نگهداری میشود. سالن های پذیرایی کاخ در 3 روز بعد از ماه رمضان برای تماشای عموم و توریست ها باز است. بازدید کنندگان با نگاه به همه چیز از طلا چشمشان درخشان لذت برده و یا میرش کرد. در جاهای بسیار در دنیا سلطان کاخ دارد. یکی از این کاخ ها در لاس ویگاس به مساحت 6500 متر مربع است. ارزش آن 37.5 میلیون دلار برآورد شده. از آن فرعون ها که طلا را ارج نهاده دوست داشته و با خود به زیر خاک برده اند تا امروز این انسان تغییر نکرده. کسانی که مبلغ ثروت شاه را همیشه بزرگ می دانند با مطلع شدن از وضع سلطان حسنال بلقیه شاید دلشان به حال شاه بسوزند و دون به شاهنشاه را در تصورهای خود بتشخیصند. متوجه شدید که چگونه سلطان حسنال دو زن را در یک کاخ جمع کرده و شاید نیازی به عیاشی و کرایه خانه در شمال شهر را نداشته باشد. گفتم شاید. لطفاً صبور باشید تا به افتضاح‌هایش برسید. لطفاً عکس شماره 22 و 23. این دو عکس تالار مراسم در کاخ سلطنتی را نشان می‌دهد که در کنار ساختمان اصلی کاخ قرار دارد. اغلب مراسم مربوط به سلام‌های عیدهای فطر و قربان و روز استقلال در آنجا برگزار می‌شود. لطفاً عکس شماره 24 تا 28. در دو عکس نخست ماشین‌های پوشیده با طلای سلطان را می‌بینید. نگاه کنید. دو ماشین رولز رویس ساخته شده برای مراسم ازدواج ولیعهد و برادرش را در پشت سر هم ببینید. آنها را خانم پنداشته و در کنار و اطراف هر یک به شکلی مختلف تزیینات طلا آویخته‌اند.
نزدیک به 500 اتومبیل دارد. با پوشش طلا تعداد اتومبیل هایش بیش از 7000 است. از رولز رویس خوشش می آید و بیش از 500 عدد از آن را دارد. شرکت های مرسدس بنز و رولز رویس هرگاه مدل جدیدی عرضه کردن یک اتومبیل بسیار لوکس با اضافه هایی برای سلطان می سازند که بخشی از آن را طلا پوشانده. برای اینکه هر یک از این اتومبیل ها همیشه آماده باشند، تصور و حساب کنید چند تن باید در گاراژ ها گماشته شوند. آه مظلوم شاخ، چقدر به او ظلم کردیم، خدایا ما را ببخش. لطفاً عکس‌های 29 تا 32. از کاخ روی زمین به آسمان برویم. در این عکس بوئینگ 747 سلطان را می‌بینید. این هواپیما به مبلغ 100 میلیون دلار ساخته شد. با اضافه پرداخت 120 میلیون دلار آن را بنا به ذوق اعلی حضرت تزیین کرده. طلا در آن به کار رفته. هر ملکه‌ای هواپیمای مخصوص خود را دارد. هنگام بلوغ و ازدواج فرزندان به هر کدام هواپیمایی با خدمه و کاپتن و کارمندان هدیه می دهد. لطفاً با انصاف به حسابی این هواپیماها چند کاپتن و مهماندار در هواپیما و در هوا و کارمند بر روی زمین و فرودگاه نیاز دارند. وقتی بر زمینه این تعداد از کارکنان چه می کنند؟ در آن کشور کوچک پادشاه با آن همه اتومبیل کجا گردش می رود یا می چرخد و با این تعداد هواپیما چقدر از وقتش را در هوا می پروازد؟ لطفا عکس 33 تا 41. به علت تأسیس سلطنت برونای بر اساس اسلام و قرار داشتن پایه و اساس کشور بر عقیده دین، از روز تأسیس در آن بسیار مسجد ساختند. در پایتخت 28 گنبد مسجد دیده می شود. طلا اغلب گنبدها را می پوشاند. تا دو دهه پیش یک سوم جمعیت برونای مسیحی و بودی و دیگر دینها را می پرستیدند. اکنون مسلمانان 78%، مسیحیان 8%، بودیها 7%، دیگر دینها 5% و 2% به دین قبل از ورود اسلام عقیده مندند. علت افزایش نسبت مسلمانان را می توان در چند بند خلاصه کرد. تغییر دین جهت حفظ منافع، مهاجرت به خارج به ویژه مسیحیان و افزایش زایمان در میان مسلمانان. یکی از بزرگترین مسجدهای دنیا در پایتخت به نام خود سلطان حسنان بلقیه است. این مسجد برای نمایان ساختن شماره پادشاهی سلطان معاصر که 29 است دارای 29 مناره می باشد. تنها مسجدی است که در آن پله برقی اسکلتر سوار شده. در تزیین آن از طلا بسیار استفاده کردند. ساختمان مسجدهای برونای تقلیدی از سبک‌های معماری اسلامی نیست. سیستم ساختمانی محلی را منعکس می کند. امسال یعنی سال 2019 برونای مرکز فرهنگ اسلام معین شده. در این گفتار شما بیشتر با سلطنت برونای آشنا گشتید. شناخت مردم دور و دیگر اندیش و دیگر رفتار گسترش مغزی ایجاد می کند. انسان را از محیط بسته و خودبینی خارج می نماید. امیدوارم که این دانستنی ها پایه های مثبت و سودمند برایتان به ارمغان است. در گفتار آینده بیشتر برونای را خواهید شناخت و بحثی خواهیم داشت پیرامون گزینش سیستم مناسب برای حکمرانی یک کشور. البته میهنمان ایران مورد نظر است. لطفاً دعوت هم راهی با این برنامه را در هفته آینده بپذیرید. با آرزومندم اندیشیدن شما موجب بهبودی و پیشرفت گشته و با هم دنیای بهتری بسازیم. شاد و خرسند باشید. خب دوستان عزیز، ممنون از دوستمون از خلیج فارس. این برنامه ها تا 1-2 ساعت دیگه روی یوتیوب، روی گوگل، روی مردم تیوی.com
میتونید ببینید و تماشا کنید. روی فیسبوک هم باقی میمونه تا زمانی که فیسبوک به ما اجازه بده. ما اینها رو بر نمیداریم و این رو هم بذاریم اینجا که این تق تق این تلفن ما نیاد توی صدای میکروفون و اینها. و در همین زمانی که این دوست ما داشت برنامه رو اجرا میکرد، اون خانم احمق شاه اللهی که بهتون گفتم، اینا حماقتشون به اون جایی که فوش بدن ختم نمیشه، از اون هم فراتر میرن، تهدید میکنن. و همین تهدیدها بود که شاه بدبخت نادان رو در به در کرد، ولی اینا هنوز یاد نگرفتن. این خانم رو نگاه کنید، عکسش رو هم من بهتون نشون میدم. خانم اصلا اسمش هست آورینا جامو. بعد نوشتی که مزدور آخوندها، صبر کن رسوات میکنم. با این بددهنیهات خودت رو شبکهت با اون آخوندها به زودی در توالتهای عمومی با زنجیر بسته میشید تا مردم توف و شاش و گوهشون رو به سر و صورتت بریزن. نگاه کنید دوستان، اینا همونایی هست که شما تو مهمونی ها میبینینشون درود ورود میگن، اینا هستن. براتون نشون بدم یه تبلیغ مجانی برای این خانم. و وقتی میگم خانم، منظور بانو نیستا، خانم مثل خانمای جنده شهر نو. ببینید این احمق، نگاه کنید قیافشو، اینم عکساش. بله، آرونا آرینا جامو. خلاصه ایشون داره میگه چیزی که خارش میکنه خودش سفارش میکنه. ایشون داره سفارش میکنه کسایی که اهل کار هستن برن و آبی گرم کنن با ایشون. بیام براتون دوباره بیارم نشونتون بدم. اینا هستن که توی فیسبوک از صبح تا شب معمولا اینها کمک های دولتی دریافت میکنن و افرادی هم هستن که از همون قدیم پدر و مادرشون یک کارهی بودن. هم منظور از اون یک کاره یک کارهی هست، هم یک کارهی بودن، دلارای 7 تومانی رو آوردن و در تمام مدت زندگی کثیفشون به اصطلاح هیچ خدمتی نه به ایران و نه به ایرانی انداد کردن، فقط فوش دادن و زور گفتن و از پهلوی ها یاد گرفتن. درست این حزب الله که زور گفتن و از آخوندها یاد گرفته و مردم زور میگه، اینام همون. یعنی شما اینا رو بذارید توی یه ترازو مساویه مساویه. اصفهانی ها میگن گو نیست ککس، چون اونا به گو میگن ککه. شیرازی ها میگن گو میره سنده به جاش. اینم ماجرای حکومت‌های ایران، حکومت‌های دیکتاتوری. و من و شما هم هی بشینیم از آزادی حرف بزنیم، از دموکراسی حرف بزنیم و اینا همون علاقایی باشن که شما یاسین تو گوششون بخونید. بعد میگه که کاگا جون سلام، این پتی من عاجزم از دستش. ما اینجا نمیتونیم یک چیزی رو اشتباه بگیم، یک چیزی رو عمدن یا سهون. عمدن و سهون تو ایرانی میگن چی؟ Error and omission. یه بیمه هم هست برش که بیمه میفروشن که شما عمدن یا سهوًا اگر اشتباهی انجام بدید اون بیمه کاورش میکنه. Error and omission. کاکو جون سلام، برنامه رو الان شنیدم، دقیقه 51 شما گفتید ترامپ هر 5 دقیقه دروغ گفته. خب اگر ساعتی 12 تا دروغ بگه میشه 188 تا، که با احتساب 780 روز که این حکومت کرده میرسه به بالای 224640. و اما در دقیقه 57 شما گفتی که تقسیم ارث شاه به چه صورتی بوده. آیا اون دخترها، اون بچه هاش از این بر اون بر که ما میشناسیم یا خبر نداریم، اونا هم میگیرن یا نه؟ ایشون نوشته که فرح، رضا، علی رضا هر کدام 20% که جمعا میشه 60%،
فرهناز لیلا هر کدام 15% که میشه جمعاً 30%، شهناز 8%، مهناز دختر شهناز نوه شاه 2% که جمعاً 10%، جمع نهایی 100%. و اما دقیقه، یعنی در ساعت 1:18 گفتید که شماره انداز تایه، من اولی و آخری را میدانستم، وسطی چی بود؟ شماره انداز نه، آها شماره اندازه، ببخشید درست میگی شماره اندازه. ببینید وسطی میگه درصد، اینم هم یکی از معضلاته که حالا کسی که داره رانندگی میکنه براش چه مهمه که این 60% پهناز یا 30% پهناز. خب بگو آقا این 30 میلیمتر، این یکی 40 میلیمتر، اون یکی 100 میلیمتر و الی آخر. تایر نیکست تایم، دفعه آینده تایر، هر تایری شما سایزش رو نگاه کنید، 3 واحد اصلا عجیب غریب، اولیش میلیمتریه، مثلا میگه لاستیک 225، یعنی 225 میلیمتر پهنای لاستیکتونه، نه سطح تماسشم با زمین ها، باز اون فرم کن پهنای لاستیکتون 225. اوکی. دومی میگه که این لاستیکه، دیدید بعضی لاستیک ها این بی ام و و بنزا و اینها تو آلمان زیاد بود چون جاده هاش خوبه، سرعت ها زیاده، لاستیک ها لو پروفایل، به این میگن پروفایل، لو پروفایل بودن. اون درصده به شما میگه که این لاستیکه مثلا هست 65، یعنی 65% پهناش. حالا عدد وردار بزن 65% 235، ببین چند میلیمتر میشه. لاستیکای پروفایل میاد میشه 35% 40% اینها، که به اصطلاح خیلی کمتره و شما فکر میکنی اصلا این تایر نداره. و آخریش که مثلا 17 است 18 است 19 است، این روزا ماشین های سواری هم رسیده به 19، لاستیکا بزرگ شده و اینها، این چه؟ و این قطر ریمتون هست یا رینگ، ما میگیم رینگ ماشین، قطر اون هست. پس 3 واحد مختلف روی یک لاستیک نوشته، شما از این چجوری میتونید بفهمید؟ نمیدونم. اینم از این ماجرا. و اما یه آقایی هم به نام حجیر یکی دو بار آمد توی برنامه هی سوال کرد، ما از همون اول فهمیدیم که ایشون هدفش به اصطلاح چیزی رو یاد گرفتن، چیزی رو به دیگران یاد دادن نیست، هدفش مزاحمته، با یک تو سری زدیم انداختیمش بیرون. این هم بماند و بریم ببینیم که ساعت 2:20 شده. دوستانی که نمیدونید بدونید امروز برنامه از ساعت 12:30 شروع شد و من کم کم باید برم. میگه که بله آقای سوربی، چون آمار خودکشی پلیس ها در فرانسه زیاد هست، به این خاطر جلیق زردها از این هفته این شعار میدهند که به جای حمله به جلیق زردها خودکشی بکنید بهتر است. خیلی ممنون، خوب شد بهم گفتید. خانم تننازی میگه اینها جلیق زردها نیستن، اونها خرابکارانند. و آقای رزاقی نوشتن که جلیق زردها دزد و خرابکار نیستن، و اما یک عده دزد و آنارشیست از فرصت سوء استفاده میکنن، دست به غارت مغازه ها میزنن یا اماکن آتش میزنن. یادتون باشه آقای رزاقی، تظاهراتی موفق میشه که خود اون تظاهرات مأمور بذاره که اون افراد سوء استفاده سیجی نتونن به اسم اینا سوء استفاده کنن. اگر سوء استفاده میشه نشون میده این تظاهرات تظاهرات موفقی نیست، اونایی که چیز کردن نتونستن برنامه ها رو ردیف کنن. آقا میخوای تظاهرات بذاری، با وسیله رفت آمد بذاری، توالت و دستشویی بذاری، پلیس بذاری، مأمور محافظ بذاری، مأمور راهنمایی بذاری، اینا چیزاییه که یک تظاهراتی رو، یک جنبشی رو موفق میکنه یا ناموفق. نمیدونم به نظر شما چیه، تا حالا موفق بوده یا ناموفق. خب اینم از این. میگه به قلبم افتاده همین روزا به گور میری پیر مرد خرف هرم لغمه، روی
روح تو جهنم ابدی هر روز میسوزه، پس توبه کن. خب من تازه اگه برم جهنم با شاه و خمینی و اینا اونجا هستیم دیگه، مگه نیستیم؟ نیستن اینا اونجا؟ خب اگه اونا بهشتن، من میرم جهنم با هویدا، با هوه خواننده همیرا، همیرا زنده است بنده خود. ببینید اینا هستن، اینا شاه اللهی هست. و آقای تیمور گلچین، من فکر میکردم شما شاه اللهی نیستی. ببینید طرفدار پادشاهی بودن هیچ اشکالی نداره، من دوستان زیادی دارم طرفدار پادشاهی هم. فکر میکنن، البته نمیدونم اونا چرا فکر میکنن، فکر میکنن پادشاهی تنها نوع حکومتی است که برای ایران خوبه. شاید هم درست میگن، شاید هم نمیخوان هر چهار سالی هی بگیر و ببند و نمیدونم انتخابات. شما الان نگاه کنید از سال 2015 2016 که این انتخابات آمریکا شده، همینجوری پیوسته ما تو مشکل و انتخابات و دروغ و تبلیغ و پول و اینها هستیم، هیچ کس به فکر مردم نیست. شاید هم درست باشه، ولی اون پادشاهی که من دیدم، من در عمرم یه پادشاهی دیدم، یه جمهوری اسلامی دیدم، به این نتیجه رسیدم اون پادشاهی به درد عمم میخورد که ستاشون مردن، این جمهوری اسلامی هم به درد خود آخوندها میخوره، چون جمهوری که اسلامی نمیشه که. این تجربه منه، شما تجربه دیگه ای دارید بیان به مردم صحبت کنید، حرف بزنید. چرا به من میگید حرف نزن؟ چرا به من میگید من چیزی رو بگم که شما باید بگید؟ همین کار شما دیکتاتوری نیست؟ خب اینم از این. درست میگویید تظاهرات زمان شاه به بیمارستان که میرسیدن مردم شعار نمیدادن. بله. Hi, my internet is been disconnected and I'm using my phone to watch your live streaming. خب breaking news. اینو برای آقای سلامی بفرستی، دکتر رضا سلامی، مینسه breaking news، اینترنت فرخ قطع شده. خب چرا دیسکانکتد شده؟ کسی اومده قطعش کرده یا پول ندادی؟ ببینی اینا همینجوری میذارن بخش چی بشه. تازه بعض وقتا وقتی هم قطع میکنن دوباره وقتی میخوای وصلش کنی یه جریمه هم میکنن. در صورت اینم از این. خب دوستان عزیز اجازه بدین چند تا ایمیل دیگه براتون بخونیم و این بساط رو جمع کنیم بریم. من گهگاهی به دوستان میگم این ماجرای ما با این پرده و اینا که میندازیم مثل تعزیه خونه است. میایم یه پرده ای رو به دیوار آویزون میکنیم، شروع میکنیم تعزیه خوندن و میگیم حالا توی این جمع چهار تا جوان مرد پیدا بشن حمایت کنن. مانی خورسندی یه چیز قشنگ نوشته اونجایی که من گفتم خب دوستای ما که حمایت نمیکنن، دشمنامونم که ازشون انتظاری نداریم. ولی جالبه بعضی از اونایی که با من مخالفن با وجودی که طرفدار پادشاهی هستن برنامه من رو حمایت میکنن. اونا کسایی هستن که دکارت بوده، کی بوده گفته من جان خودم رو میدم تا تو حرفت رو بزنی، اونا هستن که اونو باور دارن. ولی اینایی که آزادی دموکراسی به به فلان بمانه. آقای مانی خورسندی میگه نگفتم با مفتخورها دوست نشو. ای کاش من شما رو زودتر میشناختم. من شما الان مدت کمی هستیم دوست هستیم و خیلی هم من خوشحالم که با ما هست. میگه با تلفن راحت تر هست که آها. ببینید وقتی به دوستان میگم چیزای خصوصی رو داخل برنامه نکنید اینه. آقا فرخ میاد میگه اینترنت من قطع شده با تلفن میبینم. اکبری میگه خب با تلفن که بهتره، یعنی اصلا جهت برنامه عوض میشه. اپتیک حق داره، میگم آقا ما اومدیم برنامه گوش کنیم، به من چی که تلفن اینترنت این قطع شده؟ بعدم من که دارم با این وسیله گوش میدم، برای من راحته که با آیپد گوش بدم، برای اون راحته که با تلفن گوش بده، برای اون راحته که با کامپیوتر گوش بده. پس هر کسی فکر میکنه اون چیزی رو که داره بهترینه. من بارها گفتم حتی اینایی که قتل میکنن، ظلم میکنن، فکر میکنن دارن بهترین کار رو انجام میدن، یا حداقل برای اون لحظه، جنون لحظه‌ای فکر میکنه این بهترین کاره. نکنید این کارو دوستان. خودتون اینا رو پاک کنید از روی فیسبوک و این کار درست نیست که اینترنت من قطع شد. الان ببینید چند بار ما داریم راجع به اینترنت آقا فرخ صحبت میکنیم، این میگن برنامه رو منحرف میکنه. اینم از این. خب بریم سراغ
نوشته های درس عبرت و تاریخ تکراری و کشف الشهود جدید عدم عبور مردم ایران از سلطنت و هندوانه زیر بغل مردم گذاشتن. عبور از یک سیستم حکومتی به چه معناست؟ آنچه از بیان کاشف عبور نکردن مردم از سیستم سلطنت برمی آید این است که سرنگونی رژیم شاهنشاهی با سابقه 2500 ساله. آقا کجا 2500 ساله؟ این دوستان صهیونیست کلیمی و اون شجاع الدین شفا که نه شجاع بود و نه شفا میداد، این احمقا کلا گذاشتن سر شاه نادان و کمدان، مملکتی رو که 10000 سال، 7000 سال، چند هزار سال به اصطلاح پادشاهی داره، اینا بهش گفتن اونا رو بنداز تو چاه مستراح، 2500 سال از سرت هم زیاده. این احمق هم قبول کرد برای که مثل درخت کریسمس بره به خودش زنگوله و منگوله آویزون کنه. نفهمید چه چوبی کجای تاریخ ایران کردن اینا که کلیمیه بیاد بگه نگاه کنید تقویم ما، نمیدونم ما 5000 سال، ما 3000 سال و الی آخر، و تو تازه خیلی زور بزنی رو 2500 داری درجا میزنی. اینا چیزایی که میگن یک شخص دیوانه یا نادان یا کمدان سنگی رو در چاه میندازه که هزاران دانشمند نمیتونن این سنگ رو در بیارن. این ماجرای 2500 که امروز این دوستمون بنویسه رژیم شاهنشاهی با سابقه 2500 ساله در سال 1357 توسط مردم ایران نفهمیده صورت گرفته است، در این مغلطه چنان بیان میشود که سرنگونی سلطنت صرفاً توسط توده مردم ناآگاه آن هم طی یک شب و یا چند شب صورت گرفته. سرنگونی حکومت های توتالیته، من نمیدونم چرا همش باید استبدادی، نیازمند حضور دو عامل اساسی است: اول مردم آن را نخواهند و دوم حکومت نیز نتواند حکومت کنه. میگه یعنی باید چیزاش آماده باشه و آماده بوده این چیزا از کارهایی که شاه از زمان مصدق 1332 انجام داده، از زمان 1342 ماجرای 15 خرداد انجام داده، کارهای دیگه که انجام دادن مردم رو به اصطلاح عصبانی کردن، خودشون رو دور از مردم به اینجا رسیده. حالا رسیده به اینجا میگید خوب بوده، برید عوضش کنید، دوباره همون آش و همون کاسه، برید خوش باشید، ما که جلوتون رو نگرفتیم. بفهم بله، آقای زمانیان میگه 2500 سال شاهنشاهی ولی قبر هیچ کدام وجود ندارد. اینم حرف خوبیه. این مردمی که شما میگید فقط پادشاهی به کارشون میخوره، شما چند تا از این چیزا رو بگو. حالا تازه به دروغ میگید قبر کوروش پاسارگاده. آقا کوروش حقامنش چیز بوده دیگه، زرتشتی بوده، قبر نداشتن، جنازه رو میبردن میذاشتن بالای تپه، اونجا هم اون تپه های شمس‌آباد و نمیدونم رستم چی اینا، نقش رستم و فلان اینا، مردش و اینا هست، میذاشتن اونجا، حیوانات میمدن میخوردن، بعدم باد و طوفان و برف و اینا استخوناشون میرفته از بین. حالا شما هی میرید تو قبرستون ها میگردین استخون خر اونجا پیدا میکنید، میگه پدرتونه. خب برید پدرتونه پیدا کنید، من که میدونم شما یه مش بی پدرید، ولی آدم پدر داشته باشه لازم نیست بگه فردوسی پدر منه، شاه پدر منه. آقا من پدرمو دیدم، میدونم سال 92 هم فوت شد رفت. هر کی هم بگه میگه بله یادمه، خدا بیامرزتش یا یادش بخیر یا هرچی، ولی این که شما نمیدونید مامانتون با چند نفر بوده، پدرتون که یه روز میگین فردوسی پدرته، یه روز میگی کوروش پدرته، یه روز میگی شاه پدرته، یه مشکلی داری شما، یه روانشناس پیدا کنید. آقای فرخ میگه ببخشید خواستم درد دل کنم. آخه ای کاش تمام مشکلات و درد دلا همین قطع شدن اینترنت بود. اینترنت که دیگه این روزا میگه آقا تلفن بیا بگی all you can talk، اسپرینت تبلیغ میکنه، میگه یه تلفن نو هم بهت میدیم ماهی 35 دلار، یعنی تقریبا روزی 1 دلار، حالا بگو 1 دلار 20،
روزی یه دلار و 20 سنت شما یادت رفته یه تلفن که به ایران می‌خواستیم بزنیم یه کارتی باید می‌خریدیم، اگه از تو خونمون استفاده می‌کردیم AT&T، اگه زنگ می‌زدیم اونجا کسی هم گوشی رو برنمی‌داشت، اینا 9 دلار پول 3 دقیقه گرفته بودن. حالا یه کم هم به اصطلاح چیز کن. در صورت آقای فرخ میگه من خواستم درد دل کنم. ما درد دل شما رو شنیدیم ولی چیکار ما میتونیم انجام بدیم؟ این هم از این ماجرا. سرخط خبرها، وزیر خارجه آمریکا گفت خرید نفت از ایران به طور کامل باید به صفر برسد. بسیار عالی. ایران هم گفت اگه قراره ما از تنگه هرمز نتونیم استفاده کنیم، نمیذاریم شما هم استفاده کنید. اونم از اونجا. و یه خبری هم همین تو برنامه گفتم. خب اینم از این. این خانم آرون فلار ما یه تیپا بزنیم تو سرش بکنیمش بیرون. آرینا جمبو جمو احمقن دیگه. اگه احمق نبودن که اینجوری یه کسی رو بوت نمی کردن. حالا چه آخوند بشن حزب الله، چه شاه بشن شاه الله، چه مصدقی باشن مصدق الله، همه این اللهی 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 ها رو بریزید تو سطل آشغال و همشون با هم ببرید دم مغازه، یه نفر بهتون یه دونه نون سنگک نمیده. پس بیمایه فطیر است. خب اون کتاب قحطی بزرگ نسل کشی انگلستان در ایرانم یه مقداری از دوستان گفتن ما میخواییم و ما فرستادیم، ولی هیچ کدامشون نگفتن آقا دستت درد نکنه ما 5 دلار برای تلویزیون مردم میفرستیم. خیلی عجیبه ها که اونی که میاد کلا سرشون میذاره بهش پول میدن، که میاد میگه یه بنزی گذاشتم نفری 200 دلار بدید تا اسمتونو بنویسم، برای اون پول میدن. بعد اون آقای فردوس هخامنش میاد میگه آقا این بنز رو برای خانمش خریده بود، بعدم داده به خانمش، اسم اینو استفاده کرده گفته فردوس برنده شد. نه شاید ما بریم یه جوری یه کلکی چیزی یاد بگیریم. آها فرخ میگه کمک. من نمیدونم کمک یعنی چی. مثلا میخوای کسی بهت اینترنت دوست چیز کنه. دوستان آقای فرخ سپهرار باهاش تماس بگیرید، یک کمی باید واضح‌تر بنویسی. شما با یک کلمه کمک من نمیفهمم منظورت چیه. میخوای کمک کنی یا میخوای کمک بگیری؟ بعد من اگر اینجا نمیتونم خودم از مردم کمک بگیرم، دوست عزیز شما دم امامزاده اشتباهی اومدی. نمیدونم. خب بذارید ما ببینیم بگه وقتون چی گذاشتیم اینجا. اینم عکسای این، اونم اون، اونم بردمتون به دنیای حیوانات و یه دو تا خبر دیگه داریم. اینا رو بهتون نشون میدم و میرم. یک لحظه این خبری که گفته بود. بله. چقدر کتاب جالبی است. من شبها با این کتاب میخوابم. حالا من نمیدونم راجع به کدوم کتاب صحبت میکنی، بهار و لنوار میخونی میخندی یا اون کتابی که آقای مجد نوشته. نمیدونم. یه کلمه اگه بنویسید به جایی که بنویسید چقدر کتاب جالبی است، بنویس کتاب فلانی جالب است، این اسمشو بنویس. خب بیاین پایین، بیاین پایین. یه ویدیویی رو من بهتون نشون میدم اینجا، اینو ببینید. بعض وقتا بهتونم گفتم این کار خیر و اینها حتما این نباید باشه که یه دنیایی رو شما نجات بدین. بعضی وقتا یه کار کوچیکم که انجام بدین هم خودمون راضی هستیم هم دیگری به اصطلاح خیرش رو دیده. با هم ببینید این ویدیو رو، به نظر من ویدیو خیلی قشنگی هست. Here we go. دوستان این خطای کج موج من توی انگلستان هم دیدم، ما اینجا نداریم. یعنی چی؟ یعنی سرعت رو یواش برید به یه جای نزدیک میشین. جالبه که اینجا برای خط عابر عبور عابر پیاده چراغم گذاشته. جدیدن اینجا به غیر از تابلوها که گذاشتم، طرف وقتی میرسه کلید رو فشار میده، دکمه ای رو میزنه و دیدید که این موتور سوار وایساد، این کسی که
احتمالاً پیر بود. بله آقای اکبری میگه کتاب قحطی بزرگ رو میگم. بله خب این که آقای اکبری این کتاب وقتی آدم میخونه که خواب از سرش میپره. چجوری شما با خوندن این کتاب؟ بله این پمپ آبم پمپاو این اخبارش رو بهتون نشون بدم. خبرش رو اینجاست که نوشته نوشته که پمپاو هم آب پاکی رو روی دست فرقه رجوی ریخت. روش کلیک میکنیم ببینیم چی نوشته. میگه که این انجمن نجات هست. انجمن نجات نمیدونم مال چه کسانی هست و حالا بعد میان درباره انجمن میخونیم ببینیم اینها هم مثل دوستان دیگه راه آمدن آمار چی میگن عقیده آرزوها و آمال و رویاهاشون رو نوشتن یا واقعا نوشتن این انجمن کی 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 با هم درست کردن. به اصطلاح امید و آرزوشون هم اینه که به این هدف برسن. پامپو هم آب پاکی روی دست فرقه رجوی ریخت. 14 اردیبهشت همین امروز انجمن نجات مرکز خوزستان. وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی خود در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که گفت آیا شما از سازمان مجاهدین حمایت میکنید پاسخ داد تا حالا چندین بار قبلا این سوال از ما شده و یک بار دیگر اعلام میکنم که ما از این گروه حمایت نمیکنیم. خب آقا اگه حمایت کنه که نمیاد به شما بگه. و همین که شما سوال کردی که حمایت میکنید یعنی شواهد و قرائن دال بر این است که اینها دارن حمایت میکنن. اینم درباره انجمن بزنیم ببینید چی نوشته. اینجا نوشته انجمن نجات توسط جمعی از اعضای سابق مجاهدین به منظور نجات رفقایی که هنوز در اسارت ذهنی و حتی عینی این سازمان هستند و کمک به خانواده‌های رنج کشیده آنان تأسیس شده است. کلیات. خب این درباره انجمن این دوستان همشون اشتباه می‌نویسن. وقتی شما می‌نویسید درباره انجمن همین که می‌نویسید چند نفر آمدن اینو درست کردن مثل اون سازمان مجاهدین که 3 نفر آمدن درست کردن بیش از 50 سال پیش اسمشون هست حنیفی و اینا شما باید بنویسید این چند نفر کیا هستن. شما که دیگه از کسی ترس و واهمه ندارید. شما که از سازمان مجاهدین آمدید بیرون شما که الان در خوزستان هستید دارید آزادانه فعالیت می‌کنید. بله این هدفتون رو نوشتید. هدف با اون فرق میکنه. تلویزیون مردم اگه ما بخوایم دربارش بنویسیم می‌نویسیم تلویزیون مردم سال 2003 توسط سوربی تأسیس شد. هدفش هم اینه. تلویزیونی هست از مردم با مردم برای مردم همه بتونن بیان توی صحبت کن. ولی اگه گفتی درباره سوربی میگه سوربی یه آدمی مثل شما یه روز دنیا اومده اون روز تولد چه یه روز میمیره اون روز مرگشه این وسط هم مثل شما هرچی مدرسه رفته چیزی یاد نگرفته از تو خیابون استاد شده. اینجا بهش میگن street smart. این خیلی ساده است. حالا یکی آقای سعید بهبانی معتاد آمده نوشته ننش که از باباش جدا شد ننش اومد برای این پارتی بازی کرد به این جاب دادن. آقا ما چیکار مادر تو داریم بنده خدا که چیکار کرده با کی بوده کجا بوده. درباره خودت بنویس. بنویس که یه آدم معتادی هستی چندین سال با پول بابات و ننت و شوهر ننت رفتی سوئد و انگلستان و در به در شدی اومدی فلوریدا و آمدی اینجا اینجا هم آویزون شدی با آقای دستمالچی آمدی تو برنامه تلویزیون. ضمناً دیدم آقای مانتی فاطمی برای من نشتود. آقای سوربی شما چجوری با این داور به اصطلاح بی تربیت کار میکردی؟ اولا دوستان من وقتی برنامه داشتم در تلویزیون رنگارنگ داور اصلا برنامه نداشت. 22 نفر مجری و یکی از بهترین تلویزیون ها بود چون تمام عقاید مختلف اونجا بودن. آقای سرشار میمد شاه‌اللهی که مثل سگ هنوزم از شاه مرده میترسه. نمیدونم آقای
کی میمد؟ همین داداش دکتر، داداش کاووسی میمد، دکتر کاووسی میمد، خانم هما نیا میومد، آقای کشاورز نیا میومد، آقای 22 نفر، آقای دکتر پارسا بنا میومد و خود داور فقط تکنیکی اونجا کمک میکرد. بعدم که افتاد تو کار فرش فروشی و بعد که این 22 نفر یکی یکی رفتن، هر کدام به دلیل همین عدم مدیریت خودش موند و میکروفون. خب برنامه هم وقتی شما ندونید چجوری تهیه کنید، چجوری با مردم در ارتباط بشی، میشه همین که شما میبینید. ولی سوال از شما اینه آقای فاطمی، شما چرا بیننده داور هستی؟ شما چرا شنونده داور هستی؟ خب اگه از داور بپرسی میگه آقا من برای آقای وان مونتی فاطمی هستم. و اگه شما نیستی از کجا میدونی که چگونه است؟ کارمون خیلی خرابه. دوستان عزیز ممنون و متشکرم از یکایک که شما، حمایت فراموش نشه. بذارید یه چیزی هم بهتون نشون بدم که روی همین صفحه مردم تیوی من این، ببینید قبل از این پامپئو چاقالو امروز صبح نوشتم که تلویزیون مردم به حمایت شما نیازمند است. حالا نمیدونم این کلمه نیازمند رو با محتاج، من محتاج به هیچ کدومتون نیستم، ولی نیازمند، خب بالاخره این تلویزیون یه مخارجی داره، یه خرجی داره، وقتی باید بذاریم. اگر دوستانی پیدا بشن، بازم تشکر میکنم از اون دوستی که از کالیفرنیا $500 فرستاده بود، کمک بزرگیه. تشکر میکنم از پتیک که ماه تا ماه $100 میفرسته، هر وقت هم ما کمک خواستیم کمک کرده. بله. آها ببین آقای اکبری میگه مگه داور هنوز هستش؟ والله من 3 ماه پیش یه شب دیدمش، نمیدونم، خبر ندارم، حتما هستش که آقای مانتی اینو نوشته. دوستان اینه، روی صفحه فیسبوک مردم تیوی که برید هست، روی صفحه شخصی خود منم هست و اینجا وقتی میای نوشته پی مردم تیوی یوزینگ پیپال، اینجا رو کلیک که میکنید یه صفحه باز میشه. میبینید حالا مثلا من مینویسم $10 میخوام بدم به تلویزیون مردم، بعد میپرسه حساب داری یا نداری، ملازمم نیست داشته باشید، خیلی ساده از طریق پیپال، نخواهید از طریق بانک، نخواهید از طریق وسترن یونیون، نمیدونم، همه اینا امکان داره. این روزا با فیسبوک، با ونمو، با، یعنی من باور دارم اونی که میخواد یه کاری رو انجام بده میتونه پیداش کنه. باور ندارم خواستن توانستن است، این اشتباه کردن تو مغز ما، خواستن در حد توان توانستن است. در هر صورت این شما و این هم همت عالی. همت عالی توی آمریکایی بهش میگن چی؟ آنر سیستم. یه قوطی میذارن اونجا، طرف میاد نون یا شیرینی یا کیک میذاره صبح یه جایی که مردم دارن میرن سوار مترو میشن، بغلش هم گذاشته همت عالی. این اگر تو کشورهای بدبخت باشه 10 دقیقه همش میره، پولم نمیره، جاشم میره، ولی اینجا ساعت 10:11 هم که میری هنوز چند تا هست و مردم پول میریزن، اونم میاد این پولا رو برمیداره، حالا یا میخواد خیریه انجام میده یا میره دوباره خوراک بهتر و سوال بهتری میاره میذاره اونجا. اینا عادت کرده، این کشورها که خوب شده امروز من و شما آمدیم مفت نشستیم سر سفره حاضر، اینا این کارا رو تمرین کردن، عادت کرد. کار نیکو کردن از پر کردن است، نه پر کردن شکممون، از بیشتر انجام دادن. از اینکه با من و تلویزیون مردم بودید ممنون و متشکرم. شما هم میتونید همینجوری که اینجا نوشته افکت 4، شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، شما هم میتونید برنامه دیگران رو سپورت کنید که اینجا از تلویزیون مردم پخش بشه. اگر مایل هستید همین برنامه گفتار عقل بشر یا برنامه آقای مینویی یا برنامه آقای ارشاد، اتفاق آقای ارشاد یه چند هفته‌ای نبودن ولی امروز برنامه حتی جمعه رو فرستادن و جبران اون نبود 2-3 هفته رو به اصطلاح انجام دادن و تموم شد. دوستان عزیز یک بار دیگه از شما ممنون و متشکرم که با ما بودید و این برنامه تقریبا حدود همون
دو ساعتی شد ولی یکم زودتر شروع شده که روی فیسبوک و تا چند دقیقه دیگه هم روی مردمتیوی.com به صورت بایگانی میتونید تماشا کنید. روز و روزگار بر شما خوش، به امید روزهای بهتر و آینده‌ای روشن‌تر. مرسی.